سلام من مشتبه آشمی هستم من هیوا یوسفی من کامیار موین من محمد مزفری و اینجا پادکست فوتبال 360 متعلق به اپلیکیشن فوتبال 360 و وبسایت فوتبال 360 اپ ما رو میتونید از استورهای آی, ای او ایس یا اندروید دانلود کنید یا مستقیما از خود وبسایتمون دانلود کنید و از این طریق به تموم محتواهای 360 دسترسی داشته باشید که ما یکی از همه اونها هستیم گفتم اینو بگم همینقدر با کلاس و همینقدر خوش افاده. در خدمتتونیم این هفته هم بدون میز میزه نمیدونم چرا غیب شده نیست ولی گفتیم <تصفح> گفتیم خوبه بد نیست باعث میشه بیریاتر با هم باشیم یه بخشی از نواقص من پوشش میداد حداقل میزه کمک میکرد که حالا نیست دیگه و حتی اون کوسن ها کوسن هم بهمون ندادن یعنی بود کوسن بوی جوراب میتم اتیپور میداد پیش <تصفح> منه <تصفح> اونی <تصفح> که زیر پاش بود گفتیم این هفته حداقل بیخیالش بشیم اول اینو بگم که هفته پیش اون ویژه برنامه اونو داشتیم ایسا عظیمی اومده بود با رضا گپ زدیم صحبت کردیم درباره مسائل فرهنگی علمی فرهنگی مهداد جون من نمیتونم اون دوربین نگاه کنم میخوام خودت رو نگاه کنم <تص> دائم اشاره میکنم من اومدم خودت ببینم ارز کنم که آره بعد جوان ها با ما نبودن جوان های پر انرژی ما ولی خیلی باحال بود حرکتشون که اومدن سر ضبط یعنی اینجا پشت صحنه بودن عین بازیکنایی که تعلق خاطر دارن به تیم مثلا این هفته دو اختارن یا مصدومن توی بازی نیستن ولی همراه تیم میرن من خیلی دوست داشتم این حرکتتون که اینجا بودین کنار ما بعد چون بودین و در جریان بحث هم بودین دیشب بهشون گفتم که بچه احتمالا شما یه ایده نظری کامنتی درباره بحث داشتین اول کار دوست دارم که باز کنم این بحث و اگه میخواین صحبتی بکنیم بکنیم بعد بریم سراغ برنامه این هفتهمون بحث موافق و مخالف های خودش رو داشت هم درباره توی موضوع که مثلا بحث من بود با هیوا و بچه همه با من مخالف بودن یه عده طرفدار من بودن گفته بودن که اوکی بودن با نظر من یه عده با اونور و با خود برنامه هم در واقع موافق و مخالف داشت که از خود اونم میشد یا آمار در بیاره برای این ور یعنی ما صحبت فرهیختگی تو فوتبال کردیم که حالا چقدر میتونه باشه یا نباشه همین مخاطبایی که یه میگفتن چقدر برنامه خوبی بود و یه عده میگفتن آقا این چه بحثی بود و مثلا ماه و خورشید و اینا اینا هم دقیقاً همون دو دستایی که ما تو خود برنامه داشتیم دربارهش حرف می زدیم ببین خب ما که اینجا بودیم <تصفح> که خیلی لذت بردیم واقعا از هم حضور عیسی و هم رضا و کلا من این برنامه‌ای که اینجوری بعد از اینکه تو تنشای لیگ یهو همچین برنامه در میاد فکر می‌کنم مخاطبم خیلی راضی بود دیگه خیلی لذت بخش یعنی اون وجه فوتبالی که الان هر کاری کنی که حاشیه‌اش پررنگتره و اینو نور و جای دیگه به تابونی خیلی جالب و جذاب به نظر بود. من که خودم خیلی لذت بودم خیلی هم یاد گرفتم و حالا لزوما طرف کسی بودن نیست دیگه هر دو طرف دو تا طیف در واقع نظرشون رو میگن میتونی اون چیزی که بیشتر بهش احساس تعلق خاطر داری رو برای خودت برداری ولی در مجموع خیلی خوب بود و فکر میکنم که به هر چند وقت یه بار هر مثلا یکی دو ماه یه بار لازم هم هست سعی از این فضای عجیب غریب فوتبال دورشی به یه لایه های دیگه ای رو بری چیز جالب تری گیر آدم بیاد هم بگیم که اول وظیفه بود اومدیم وظیفه نبود شما بلیط هم بفروشین در ما میخواییم من <applause> گفتن <تص که چقدر دیدن شما که افتخاره درباره اون بحثم حالا چند تا نکته یعنی بعد از شنیدنش به ذهنم رسید یه چیز جالبی بود که آقا هیوا در مورد اون پارت اول گفت چرا اصلا فوتبال 11 نفره است بعد تو اون کتاب که جوابی نبود یکم جستجو کردم از کریکت اومده میگن نزدیکترین چیزی که چرا فوتبال 11 نفره است چون تو انگلیس کریکت هم تو همون ورزشگاه با چمن فوتبال برگزار میشد ابعاد یکی بود و اون 11 نفره برگزار میشد بازی میشد مال قرن 16 هم, هم هست یکی دو قن زودتر از فوتبال و خیلی از بازیکنای کریکت هم فوتبال ورزش زمستونی بوده این الان که تابستون فوتبال باشگاهی نداریم کریکت ورزش تابستانی و خیلی از بازیکناشون تابستان کریکت بازی می‌کردن زمستون فوتبال تو انگلیس و اصلا اون 11 تا از این اومده جالب بود برام حالا اون کتابا هم که معرفی کردین اون کتاب وارونه کردن هم که خیلی باحاله اگه حالا رفقا از اون هفته تا این هفته اون رو تمام کردن یه کتاب تو اون مایه های کم جورنالیستی تر دکتر کتاب داره نیمکت داغ که مرور کرده البته یکم میشم ترجمه است آدمایی که حالا فوتبال تکون دادن از سرالف رمزی و بلاگوتمن و والری لوانوفسکی شروع میکنه میاد تا ته اونم کتاب جالبی البته که به تخصصم اون کتابی که آقایسا ترجمه کردن نیست ولی تفریحی خوبه واقعا آدم جذب میشه اون بحث سوم من دیشب بهتون گفتن که با شما موافق ترم حالا 70 درصد که اشتراک داشتین اون تیکه افتراقش من با شما موافق تر بودم نمیدونم شاید چون نگاهم زیاد امیدوارانه نیست کلند به این مسائل و یه چیزی که جامون فرصت نشد راجعش حرف بزنیم بود که اون اصطلاح قشنگ آقای ایسا که میگفت زیستن در دایره حقیقت این یه بخشش استقبال مخاطب و اینها که درست بود حرفا ولی یه بخشش هزینه هایی که داره که من از جامون تو بست یه هزینه داره که خب همه میدونیم حالا سانسور و محدودیت ها که تو این سالا متاسفانه این خط قرمزا نزدیکتر هم شده به فوتبال حالا قبلا این فاصله بود آزادانه تر شد کار کرد یه هزینه هایی داره که برای من دردناک از خود اهالی فوتبال اهالی رسانه فوتبال که بعضی حرفها تحمل نمیشه این چالشیه ای که تو خود پادکست هم داشتیم تو این دو هفته <applause> که اون واقعا شاید حتی دردناکتر همونطور که گفتم اینکه مثلا یکی بخواد یه یک کار جدیدی چیزی کنه از خود جامعه فوتبال شاید تحمل نشه یه مثال شخصی حالا بزنم سال 91 تو سایت طرفداری رو تازه راه انداخته بودیم موقع همه دانشجو بودیم بعد خبر خارجی فقط ترجمه می‌کردیم همین هیچ چیز دیگه نداشت سایت بعد برامون عجیب بود که مثلا ما یه خبری کار میکردیم دو ساعت بعد یه سری سایت ها خبرگزاری همون رو عینن کار میکردن مطلقاً تغییر نمیدادن بعد یکم این برام ور گفتیم آقا منبع بزنین آقا مثلا فکر کردیم مثلا بدیهیه که آقا یه چیزی رو یه جا مثلا اشاره کنی فلان اینا بعد یه مدت دیدیم موقع فیسبوک خیلی داغ بود مثلا همین آدم های معروف رسانه پست می‌ذاشتن یه سری بچه اومدن اصلا نمی‌دونن نمی‌دونم روزنامه نگاری چیه اینا دارن حرف می‌زنن منبع بزنین آقا برو فلان برو درس بخون یعنی اصلا در همون حد راحت تحمل نمی‌شد یه چیز ساده که آقا منبع بزنین و یه جوری ترد شده بود چرا چون این سری حالا دانشجو بودیم زیاد هم نه تجربه داشتیم نه سواد داشتیم نه ارتباط داشتیم ولی همون هم انگار نمی‌خواستن قبول کنه و نکته سومش حالا این خزینه ها منظرم خزینه اقتصادیه یعنی تعارف که نداریم همین پادکست شغل دوم و سوم هیچ کدوم از ما نشده یعنی رضای اصطلاح قشنگ داره اقل معاش و از چشم ده ده. اقتصادی به این پادکست نگاه کنیم پروژه موفقیت آمیزی شاید نبوده شاید تو شکست خورده باشه ما همش آخر شب ضبط می‌کنیم یا این الان صبح یه روز تعطیل چون شغل هیچ کدوممون نیست خیلی خوش شانسیم که عادل فردوسی پوری بوده حاضر شده از جیبش خرج این لوکیشن و دکور و دوربین و اینا بکنه ولی یه گروه مستقلی بخواد بیاد بالا عادل فردوسی پور که حالا زیاد چند سالش فوتبال ولی خب نیست یا باید بره سمت یکی از سازمان دولتی و خبرگزاری ها یه کمی از اون آزادیش رو بفروشه که اقتصادی بخره یا حالت که محتوای تولید کنه که بفروشه که این هم تو جامعه ما فرهنگش نیست تو خارج هست الان آره یک مثال مثلا خارج هم میزنم سایت اتلتیک الان که از بهترین سایتاش از نظرم بهترینه تو فوتبال و بسکتبال و فوتبال آمریکایی معروفترین خبرنگارا رو جمع کرده پادکست های خفن میده ولی اینجوریه که همه چیش پولیه یعنی مقاله رو پنج خط بیای پایین باید اکانت بخری و خب این فرهنگ اونجا هست چون عادت کردن آهنگ بخوان گوش کنن نمیدونم فوتبال ببینن هر کاری کنن پولش رو بدن ولی خب این اینجا نیست پس این حالت سوم براشون میمونه که اونها هم زرد بشن هوادارانه بشن اونجوری محتوا تولید کنن که بتونن پول در بیارن تو این وضعیت اقتصادی کاری که مثلا معادلش رو سینما میشه این فیلم های کمدی که الان داره همش میفروشه و واسه همین میگم که خیلی نشدنی و سخت این محتوای مستقل یه جمله درخشانی شما گفتین که منظرم یک جریان اصلا راجع به فرد نبود گفتین که بعضی از آدما به این نیت میان که فوتبال درست کنن ولی فوتبال اونا رو کثیف میکنه این اتفاقی که برای خیلی‌ها میفته دلیل عمدش هم شاید این بحثای اقتصادی باشه یه بار آقا هیوا با عدد و رقم گفت که پولی که تو فوتباله اختلافش وحشتناکه با پولی که تو رسانه های فوتبالیه مم. و الان بهترین خبرنگار و نویسنده حقوقش قطعا یک چندم مدیر رسانه‌ای تو لیگ 1 چه برسه لیگ برتر وقتی فضا اینجوری خراب میشه اوضاع اقتصادی انقدر خرابه اون زیستن در دایره حقیقت به نظرم نشدنی یا نمیگم نشدنی ولی خیلی خیلی سخته که خیلی یه،, یه, مثالهای مثلا خودت، هیوان میزد که مثالهای مثلا درسته بود همین پادکست یا فلان نشریه یا کاری که رضا میکنه مثلا ولی خب خیلی نسبت بگیری خیلی درصد کمیه دیگه و به سختی هم رو پاش با چکیده حرفان البته اینکه بحث ما که میگی من در واقع جسارت کردم همه اینا بزرگترهای <applause> من بودن و هستن هم عیسی، هم هیوا ولی ماجرا اینه که به نظرم فوتبال, فوتبال ایران مدت هاست که خیابونیه که آدم فرهیخته ازش رد نمیشه سی سعی میکنه رد نشه حسن. البته که راز مشتبه من نمیدونم در فوتبال دنیا مثلا نسبت چه جوریه آیا فوتبال دنیا رو آدمای فرهیخته دارن میبرن جلو یه, یه کامنت داشتون از اونور که اینورم همینه خب میخوام میگم فوتبال احتمالاً تو بیشتر جای دنیا ورزش فرهیختگان نیست ورزش که خب به خاطر اینکه عمومیت داره ما میبینیم رفتارهایی که تو خیلی از استادیوم ها میشه الان اینکه مسائلی که تو فوتبال اروپا هست شعارهای نجات است دیگه در حالی که به نظر میرسه دنیای مدرن سالهاست از نجات پرستی گذشته دیگه ما حداقل تصور اون اینه دیگه خیلی نجات پرستی به فکر میکنیم نمی بینیم تو مثلا سینما خیلی گذاشتن از این داستان ولی تو فوتبال الان یه چیزیه که در واقع درگیرش فوتبال اروپا درگیر نجات پرستیه دیگه بعد از ماجرای وینیسیوس ماجرای نیکو ویلیامز بود دیگه درسته بازیکن بیلباو با. بیل خب اون بعد حالا مثلا اونو میگفتن وینیسیوس رو میگفتن خودش تحریک میکنه این بنده خدا که اصلا کسی هم تحریک نکرده بود خب میگم فوتبال خیلی نمیشه به عنوان اونجوری نگاش کرد که بگیم آقا این یه قشر فرهیخته ای دارن دنبال میکنن خیلی مال... کف جامعه است خب همین دیگه بعد بعد اصلا اصلا بحث اشکال نداره ولی میگم شروع میشه اینکه عیسی میگه چرا کار عمیق فرهنگ نمیشه من میگم نه. کار عمیق فرهنگ نه وقت بشه؟ نه شما ممکنه تو همین ت... در واقع تو همین بستر هم اگه کاری بکنی به اندازه خودش نه به اندازه در واقع گستردگی فوتبال به اندازه خودش مخاطب میتونه پیدا کنه بحث اینه که اون اون در واقع چیزی هم که اون حد هم که لازم انجام بشه به نظرم این, این کمه اینجا ام. مثلا کاری که بالاخره یه قشری هستن که دارن درگیر این چیزه من من قرار نیست یه رسانه را بندازم مثلا استقلالی ها میگن ما سی میلیون هوادار داریم پرسپولیسی ها میگن چل میلیون یا چل پنجا اینجوری 80 میلیون 90 میلیون آدم درگیر کنم من یه رسانه را بندازم برای مثلا چه بدم پنجا هزار نفر آدمی که یه جور دیگه ای دارن نگاه میکنن یه ذره جدی نگاه میکنن اینا بالاخره حق دارن که یه رسانه ای داشته باشن آره. یه محتوایی براشون تولید بشه آره یه دیدگاه دیگه هم داشتیم اینم بگم و فکر کنم این بحث رو یه بار مثلا با دو تا نگاه با یه زاویه متفاوتی از ما هم باید اضافه شن مثلا بحث بشه ولی میخوام بگم این کامنت هم گرفتم که با بچه ها توی روزنامه بودیم بچه های روزنامه نگار گفتن گوش داده بودیم و اینها به نظر ما این معضل هست فقط هم مال فوتبال نیست ما عصر طلایی روزنامه نگاریمون گذشته و الان دیگه توی حوزه های دیگه هم چیز خوب به ندرت تولید میشه توقع اینو داشته باشیم که کاری که مثلا در هفتاد میشد مثلا الان اتفاق بیفته خیلی دیگه توقع بی اینجوری هم نیست که بگم رضا میگفت که سیر همیشه رو به جلوه به خاطر همین گذشته گرایی مثلا ولی خب اینو داریم دیگه ما اصل تداری روزنامه نگاری مثلا فلان موقع بوده و الان پسرفت کردیم نسبت به ما در خیلی از حوزه ها عقب تر از 20 سال پیشمونیم اصل شعرمون پس رفت کامل آره کرده و اوضاع اقتصادی ما چیمون مثلا از 20 پیش بهم. سینما رو نگی چون رضا میاد حمله میکنه به <laughs> <laughs> اصلا اون چیزی که خودتونم فرستادین دیگه اون مدل تی شیپ لرنینگ که گفتین که مخاطب همچین چیزی رو شاید بخواد اصلا الان نمیصرفه برای اون کسایی که کار رسانه میکنن الان اون نون بازار اون کسی داغی که سری واکنش نشون بده واکنش سری دادنم هیچ آره. تعمق توش نیست دیگه فقط باید رو سوارشی روی موجی چون اون مخاطبم ذائقه تغییر کرده اون رو میخواد که سری واکنش سری فوش بده سری و کوتاه سری و کوتا دنیا یعنی مثلا دنیای اینستاگرامی یا تیک تاکی دیگه. دیگه فلان چیزو در فلان باشگاه در بیاری اون وقت میشه 1400 کلمه و یارو نمیخونه دیگه دیگه الان کسی مطلب آره. هزار کلمه رو نمیخونه مثلا میخواد سری نسل تیک دیگه به نوعی الان ببین الان این که حالا حوزه ژورنالیستیش الان این ایده هایی هست که برای تغییر فوتبال که مثلا جرارد پیکه میگه اون برای زائقه مخاطب جدیده این فوتبال کوتاه‌تر شه نمیدونم بازیکن کم شه اخراج اخراج زمان بندی شده باشه همچین چیزی هم به جای اینکه برگردیم به اون مدلی که بیشتر تعمق داشته باشه بیشتر بریم عمق ماجرا رو ببینیم بیشتر دوباره داره به سمتی میره که فقط سری یعنی یک چیزی انگار مثلا یه مینی سریال قرار بدونی فوتبال ببینی رد چی بری هیچ چیز دیگه ای توش نداشته باشی آره تو یا ارز گسترش پیدا می‌کنی دلایل گسترش پادکست تو خود دنیا مثلا همینو میگن دیگه اینکه آدما مجبورن مطلب نمیخونن بیشتر بوشتر. آره بیشتر کار کنن موقع کار کردن و ورزش کردن و درس خوندن و اینا میتونن بشنون ولی تو اون تایم تو نمیتونی یه چیزی ببینی سینما آره. بری یه چیزی بخونی و اگه یه ذره عمیقا بشه حواسشون رو پرت آره. به بهتره که زیاد عمیق نباشه مثلا توجیه منطقی هم داره اوکی okay. یه انتقادی هم کرده بودن حالا <اقی> یه بپذیریم یه انتقادای درستو گفته بودم یکی دو نفر به نظرم خیلی نکته سنجم بودن گفته بودن آقا به نظر می رسید قبلش خیلی ف... چیز نه که آماده نبودید برای اون بخش آره. این درست بود واقعا ما خب فکر میکردیم عیسی میاد رضا میاد دیگه حالا یه بحثی راه میندازیم و لازم نیست قبلش خیلی آماده شیم و من خودم شخصا میگم من اسخای میکنم اگه واقعا تو این بخش خیلی آماده نبودم به خاطر اینکه آره قبلش واقعا این آمادگی رو نداشتیم خیلی در موردش صحبت نکردم خوب بحثا پیش رفت حداقل از سمت عیسی و رضا و مشتبه میگم ولی آمادگی زیادی نداشتیم براش آخرین نکته من بگم در مورد اون جمله آخر چیز ایسا که گفت برگردیم به زمین بازی برگردیم به دیگه آخر وقت بود و اصلا حوصله انتقاد و اینا نبود یعنی کلکل کل نبود ولی من خیلی موافق اون نبودم زمین بازی آخر زمین بازی که منظور همون مستطیل سبز و اصلا تمام اون نمایش در واقع یه جاهایی ماهیتش زیر سوال میره توسط آدمای دیگه کسای دیگه ای که دارن تصمیم میگیرن و تو اگر فقط زوم تو اونجا رو زوم کنی رون و اونجا رو ببینی یعنی انگار وارد بازی اون کسایی شدی که دارن میگن آقا تو فقط اون رو تو چکار داری که مثلا ما چیکار میکنیم بیرون از اون آدم‌ها رو چه جوری میاریم آدم‌ها رو چه جوری حذف می‌کنیم یه بخشی از جامعه رو چه جوری نادیده میگیریم خب نمیشه من بگم آقا من فقط به اون زمین باید فوتبال یعنی که احترام گذاشتم به فوتبال یعنی که من فقط توجه کنم به داخل زمین به نظر من این چیزه ده دقل اینجا اینجا جواب نمیده ام. و احتمالا جای دیگه هم نمیدونم آره مرسی هم که اون موضوع رو گفتی منم از خواهی میکنم البته که ما خیلی از برنامه هامون بدون اینکه قبلا بچینیم چیزی رو و کارگردانی کنیم انجام میدیم و جواب میده اینو تجربه کردیم اگه بچینیم یه ذره مصنوعی میشه فرمایش کارگردان میشه به قول سینمایی‌ها ما, توی بداهه بیشتر جواب گرفتیم همین الان هم نشدیم و داریم حرف میزنیم با تیم خودمون ظاهرا بیشتر جواب میده چون دائما داریم با هم بازی میکنیم یه کسی بهمون اضافه میشه این تجربه رو کردیم که کسی اضافه میشه شاید نیاز می باشه که یه برنامه هم بود دیگه برنامه های دی روتینمون یک روندی بالاخره دارن بازی ها مشخص اتفاقات داره. هفته ولی اونجا شما داشتین از صفر چیزی رو میآوردین برای همین آره. اونجا حداقل نقشه راهش مشخصه و اونجا یه ذره این داستان رو داشت که امیدواریم که دفعه دیگه که مهمون میاد اوضاع از اینم بهتر باشه بریم سراغ چهره هفته که به نظرم چهره بعد هفته بیشتر داریم آره. تا اینکه چهره ای که بتونیم ازش چهره کنیم. چهره دو هفته ها چند وقت برنامه آدیو شد دیگه. چند روز هم که چهره آره. نداشت آره ولی از, از اون که من پیدا کنم فکر کنم میخورن هفته گذشته رو دیگه دیگه. <laughs> منتظر منید از اون ور برید دیگه گفتم از اون ور برید برای این سرچ آقای فردوسی پور اومدن یه رگ هم میتونه چهره هفته هفت تا اسمشون آوردیم اومدن آقا مفلسی بگو این خود چهره زشت هفته که همه متفق القول که کیه اون که هیچی چهره خوب هفته به من لوامپولی گلر نساجی اون که متفق قولیم هوادار چیزو میگی دیگه سپانو میگی دیگه اون یارو واقعا رو میگی سیویلو سیویلو چه نظر کجه اونه. بعد <applause> این پولی واقعا تیم رو نجات داد دیگه کاملا یعنی اگر شاید اون مسئولیت از پیش نمی اومد مثلا اینا اینو نداشتن خیلی وضعیت عجیبی بود مثلا کلا این گلرای برزیلی که میان تو لیگ جوابگو یعنی بیشتر از بازیکن هجومی اون نیلسون بود بعد آره به خصوص ده خصوص فصلی که از پدر مادر خوبم بهتر بود و من پولی خیلی خیلی خاصه واقعا آره آره تو اونی که یه دونه چون همین پیروز صحبتش شد ما با سپاهانیا بودیم ذکر خیر تیم ویسی بود ذکر خیر که نه در واقع کاری که ویسی با سپاهان کرد و به خصوص اون گلری که اوورد اسمش چی بود اونم برزیلی بود بعدش هم که یه ابراهیم وا... ابراهی آلما رو آورد در ادامه فرد. ابراهیم آلما سوریه رو آورد بعد قبلش اون برزیلیه بود پیل... یادم نیست اسمش چی بود و اونا میگفتن آره اون فصل که فصل بعد قهرمانی دیگه با استاخوزستان خوزستان آره... سپاهان بعد دخصوص میره, میره گستش فولاد که به خودش نمیاد سپاهان به یه دیگه میاره آره با مهداد اصفهان بودیم تو باشگاه سپاهان برای یه کاری که حالا بعدا میاد و میبینید خیلی صحبت درباره ویسی شد و گفت چقدر گفت سپان. یا مثالشون نمیخوان بگن که یکی خیلی بده میگن از ویسی هم بدتر اینجا هرکی میخوان بگن خیلی بده و چهرهایی که آورده بود برای اون تیمه و سمت شکایت نرو جان من هرچی چی میگی سمت شکایت و اینا نرو حواست کلمات باشه نقل قول بود هفته دیگه مجبور نشیم اینجا ویسی تعریف کنیم آره یا زنگ بزنه به یکی بگه چرا از من دفاع نکردی چهره دو هفته پیش من نیما میرزازاده گلر سپاهان برای بازی سپان ملوان که سپان دو یک جلو بود اون ویدیوش بعد از دفت ما اومد که بالا اگه هم تو اکانت اینستاگرام 360 میتونم ببینم 89 میلیون هم ویو خورد سیاوش یزدانی بهش میگه که روپایی بزن وقت تلف کن یه چایی بخور بعد نیمام اجازه این کار نمیکنه و میگه که زشت و اینها و تو فوتبالی که اسم اینجور رفتارا نمیدونم حرفه گری و مدیریت بازی احتمالا از 16 تا گلر لیگ ده تاشون مثلا این کار رو میخواستم بکنن راحت میکردن کسی که وایستاده جلو شد حداقل من وظیفه هم بگم دمت کرد که وقت تلف نمی کنی و به این چیز هم فکر میکنی با تقدیر از نیما چهره هفتمون هوادار خانم پرسپولیسی که متاسفانه مبتلا به سرطان بودن بله که حالا احتمالا همه دیدن که اومدم ورزشگاه گفتن قبل از جلسه پنجم شیمی درمانی قول داده بودم که فرزندم و بیارم و اووردن ایشالله هم ایشون هم همه بیماران مبتلا به سرطان شکست بدن بیماری ایشالله خیلی آیتان دوست داشتنی هم بود آره منم دیدم مرسی من منم باز, باز دوباره چیزی نداری نه, نه چرا <تصفيق> 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 باز دوباره شباب سایدی گل زد این دفعه چه گلی هم زد خیلی عجیب اون رفیق اونم فرستاد برای من دیشب دیدی فرستاد برای من که حداقل شاید هفته نفر فرستادن در گفتم آقا من که قبول کردم ولی واقعا گل پوشکاشی بود آره خیلی گل عجیبی بود و ممکن اصلا کاندیدا بشه برای جایزه پوشش آمارای عجیبی داره الان چهارمین گلزن ژاپن و 6 تا گل 6 تا گل اخیر تیمش رو همه رو اون زده همه رو شهاب زاهدی زده هی پاس... hey, بعدی رو از قبلی قشنگ‌تر میزنه خب ما هفته پیش هم گفتیم معمولا نداشتیم که بجز حسینی ما نداشتیم که یکی و دو هفته پیش سره هم ولی خب من گفتم که بگم دستم بالاست باز یادش هستم و گفتیم ما اینا که کیفیت فنیشو قبول کردیم و به نظر میرسه که تو پرسپولیس هنوز هم به نظرم اگه بیاد تو پرسپولیس با باز دوباره اون اون فشار بازی دیگه راحت تر داره دارن و انجام نمیده و به شهاب زاهدی بود به اضافه مسعود شجاعی که اونم هوادار روزای خوبی رسونده خوب در میگیره این هفته نفت آبادان رو برد بعدی ما کلا تو کار گردن گرفتن چیزایی که قاعدتاً باید آدم ازش در بره الان دارم من میگم آره مسعود شجایی هم خوب خب من یه چهره هفته دارم حالا با احترام به آقای منصور رشیدی چهره دو هفته پیش که یه تشبیه جالبی کرده بود و گفته بود آقا چرا احمدی نژاد و کاری نداشتید رفت مادر چاوز رو بغل کرد خب با احترام به ایشون چهره هفتم ابدی مربی آلومینیوم بعد بازی اومد یه مسابقه جالب کرد بچه های سی خودمونم بچه های خودمونم گذاشتن گفتش این برد و من بعد از بازی حسمیشون با پرسپولیس گفت این برد و هدیه میکنم به اونایی که تیم شهرشون رو به تیم‌های تهرانی نمیفروشن و بعدش توضیحش گفت پرسپولیس و استقلال هیچ وقت برای بازی دوستانم به عراق نمی اومدن اگر تیم آلومینیومی نبود ولی الان مجبورن بیان بازی کنن ببازن و برن و این واقعا قابل احترامه به نظر من راست میگه و من این چیزی بارام اینجا گفتیم دیگه آقا تیم شهرتون رو دوست داشته باشی دیگه اگه اون تیم نباشه واقعا نمیرم پرسپولیس استقلال هیچ وقت عراق اصلا نمیرفتن دیگه و دردناک هنوز که یه شهرایی هستن که پرسپولیس استقلال میرن و تماشاچیشون بیشتر از تیم شهر خودشونه آخرین بار یه،, یه،, تیمی بود اینجا که مثال زدیم یادم نیست کدوم تیم بود که حتی موقع کورنر رو اینجا احواز. داشتن به چیز میکردن استقلال, استقلال خوزستان با استقلال تهران بازی داشت موقع کورنر داشتن بازیکن خودشون رو میزدن حالا چهره هفته من آقای عبدی اگه درست گفته باشم آره و چقدر هم عراق زحمت کشید سال داریم تو اون پایین میدیدیمش تا سه سال پیش بالاخره اومد بالا با اسمای مختلف قبل از آلمینیوم هم آره دیگه این تیم آره... ولی این تیم خودش اومد بالا دیگه خودش اومد آره... بالا اون موقعی که بحث بود و جلو جلوی انتقال نفت رو گرفتن به همین عراق میخواست بره آره قرار بود به جا... این تیم چیز بیاد اه... تیم نفت تهران رو آره. خواستن روشن عراق آره با... ماشین آقای... ما سازی عراق نه اوشن. یادم نیست ولی قرار بود این نفت بره اونجا حالا دیگه با, با اسم نفت قرار بودی آره بود اون آقای احمدی بی قشم آره نماینده می‌خواست بعد جالب بود که وقتی آلومینیوم درست حسابی سود کرد این آقای یه توییتی گذاشت و گفت بعضیا نمی‌خواستن فوتبال عراق بیاد لیگ برتر یعنی سطح آره صنایع عراق هم بود یه مدت شهرداری عراق هم بود فکر کنم و وقتی هم من یادمه که راه انداختن فوتبالشون رو مثلا لیگ یک و اینا اولی مربی که بردن اونجا که پروبال بده به فوتبال عراق و زنده کنه منصور خان پوری داری بود. آره منصور پوری آره خدا رحمتشون چون کنه خیلی اونجا, اونجا اونم برای فوتبال عراق زحمت کشید مجد نامجو رفت کلا استقلادی جواد زرینچه رو جواد زرینچه, مفتید. زرینچه. مفتید. زرینچه. کلن استقلالی ها بیشتر سمت عراق رسول خطیبی هم اومدن بالا دیگه. با خطیبی اومدن اوکی اوکی. جنبندی کنیم بریم سراغ من. من نظرم روی گزینه منم خانم طرفدار پرسپولیس آره ایوا اولی هفته سری رنگ نمیاری میشم بریم پشت صحنه ممکن رو بیارم ها ولش کن نه آقا اوکیه اوکی استاد اگه شما همون خانومه ساسان جرأت داری یه چیز دیگه بگی ساسان یه درصد آره اوکی پس چهره هفته اگر آیتمش رو ندیدیدم برید ببینید اون خانم عزیز هوادار پرسپولیس بله بله خیلی وقت بهش قول داده بودم بیارمش دیگه نشد من فردا جلسه پنجم شیمی درمانیمه گفتم یه روز قبل شیمی حتما حال خودم با فوتبال پرسپولیس خوب کنم زنده باد پرسپولیس امیدوارم که هر چه سریعتر رو به دست و حالتون با یه فوتبال زیبا بهتر و بهتر شه خیلی هم عالی بریم سراغ بازی ها قربونشون برام چه بازیایی هم بود هفته مهم از چند هفته پیش میگفتیم استقلال تراکتور پرسپولیس سپاهان چهار تا تیم بالا قرار بتره تره کنن هم دیگه رو الحمدلله نه صحنه خاصی داشت نه زیبایی خاصی داشت بجز اون یه ذره حتی رضا هم که اینجور بازی رو گردن میگیره و <applause> از زیبایی های خاص تاکتیکیش میگه استاد ترکتور گردن نگرفت پرسپولیس سپاهان گفت باز یه ذره داره اون 5 6 که توی پخش زنده صحبت کرد خلاصه که هیچ کدوم از اینا رو برامون نداشت به جاش حاشیه و دعوا و درگیری از پرسپولیس شروع کنیم ولی پرسپولیس قبل از اون جام حسی هم انجام داده بود و حسف شده بود که ما بعدش نیومده بودیم دیگه ما درباره اونم یه خورده حالا یه خورده گذشته ولی این سوال مهم که چرا دوبار بار رو پس و دو رو البته یه بارم توی پنالتی که حالا اون دیگه ربط زیادی نداره ولی چرا دو بار نتونست برتری رو نگرداره به نظرم مهمترین سوال جمعی فوتبالی ها بود بعد از این حذفه ببین دو تا بازی بزرگ این هفته دیگه شبیه اون دیالوگ زخم کاری بود هیچه, هیچه هیچ 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 بود هیچه هیچه هیچ آره با همون تعجب حالا برگردیم عراک که حالا خیلی مختصر یه خیلی زمان گذشته ازش به اینکه پرسپولیس چجوری جوری دو بار بازی برده رو بازی که سوارم بود بخش زیادیشو از دست داد پرسپولیس اون بازی خب یکی از چالش‌های اصلیش نبودن آلیشاه شاه بود که حالا ما اون موقع هنوز آلیشاهی شاهی که جلوی سپاهان اون کار کرد و نایده بودیم دیگه و واقعا هم ما اینجا صحبت کردیم فکر کم امیری بازی میکنه از ابتدا که محمد خدابندلو رو اونجا قرار داد یعنی حتی سروش هم اونجا قرار نداده بود که خدابندلو بیاد عقب تر بازی کنه و بازی هم خوب برای پرسپولیس خیلی خوب هم شروع شد یعنی اونا اون پرسی که میذاشتن روی و ترابی با اون دفاع وسطاشون موسوی و بدرقه تو مثلا در بیان دیگه گل هم خود اورونو فدیار مستقیمش با می میزن... میاد بالا میزنه تو گل که گل دوم با اون شکل ایستا دوباره با میزنه و عملاً واضح فکر کردی دیگه اون کابوس عراق بر پرسپولیس تموم شد دیگه دو هیچ رفتن تو رخکن و نیمه دوم امیری هم میاره که یه ذره بیشتر بهتر کنترل کنن وسط زمین و ولی اونا یه تغییری میدن سمت راست یعنی پشت سر دانیال رو نشونه میگیرن به این صورت که مهاجمشون میاد سمت دانیال یعنی میاد سمت چپ خودشون وینگر چپشون محمد لطفی میاد مرکز و وینگر راست میاد مرکز یعنی یه برتری عددی توی میانه زمین درست میکنن و از اونجا با اون چرخوندن توپ اون پشت هدف میگیرن پرسپولیس به هید داره بعدش هید راست خودش رو عوض میکنه یه بار خدابندلی رو میبره سمت راست خود دانیال رو میبره سمت راست در ادامه فرشاد فرجی رو میذاره دفاع راست و تالمینیم یه تغییر دیگه ای میده شروین بزرگ رو میاره کلا از اون آرایش پنج دفاعش هم دست میکشه چهار سه میکنه تیمشو و پرسپولیس یه چیزی رو نشون میده که این شاید نگران کننده حتی خیلی تیم‌ها شاید اینطوری جلوش بازی نکنن این چیزی که شاید نگرانشون کنه که پرسپولیس بدون توپ واقعا تیم خوبی نیست یعنی اون دقایقی که منجر به گل میشم همش تو در از پرسپولیسه یعنی این بازی مالکیت کمتر پرسپولیس هم داشت 47 درصد فکر می‌کنم مالک توپ بودن و توی زمین خودش یعنی بدون توپ تیم خطرناکی نیست واقعا اونقدر که آخرم اون دوتا گل رو میخوره و چیزی که از پرسپولیس خیلی دوره یعنی پرسپویسی که تو یه بار دو یه بازی دو بار کامبک بخوره یا حالا بدترش اون موقعیت فوق‌العاده برای صد نشین رو از دست بده یا رو اشتباه بازی با تجربه ترین بازی کنش این چیزا از این پرسپولیس که این سال‌ها میدیدیم پارسال یه لغزش سپاهان تموم شد کرد کار بر پرسپولیس اینجا از لغزش استقلال نتونست استفاده کنه در ادامه باز دوباره حالا خیلی ایراد به تعویضا گرفتن که حالا این سر پنالتی زدن که عبدالکریم حسن رو قبلش کشیده بیرون خبر اون شکستگی دست درازان پرسپولیس هم تو تمرین که اون پنالتی زده خیلی تو با هم شد که چه نگران نداشتی ولی به هر حال تعویضا رو کردن فکر که بازی تمومه دیگه آره کاری که تو بازی قبلش کرده بود مثلا آره، جواب فکر تمومه ولی مشکل اونجا بود که انگار این استرس بر خودشون هم تازگی داشت که اینقدر عقب اون دفاع کردن تو زمین خودی پرسپولیس خیلی انگار بلد نبود کاری که استقلال تو همین زمین عراق استادانه انجام داد دیگه یه موقعیت نهایت یه سر جبیره بود بازیشون با تو عراق استقلال جلو آلومینیوم بعد ممکن عجیب اینه که پرسپولیس دوباره تو وقت اضافه دو تا میزنه که اصلا خیلی هم چیز خیلی عجیب غریبه دیگه اون هفته است خوزستان کردن تا دقیقه 92 دو بود اینجا مثلا تا دقیقه 114 15 4 2 بازی بازم نمیتونه ببره و گل از رو کرنر میخوره این گل خوردنا این عدم تمرکز دفاعی یه فایدهی که داشت حالا امیرزا رفیق خیلی هم روی گلمون مقصر نبود واقعا آره, یه دونستار. آره ولی خب باعث شد شد... از اون ابرا بیاد پایین دیگه خیلی سختن یعنی پرسپولیسی که اون هفته ها گل نمیخورد توپ دستش بود توی حالتی که قرار دفاع کنه اون گل شیش دونگه نیست حالا همیشه این چند وقت هم بود که اینکه داره کینیشیت چه نمیذاره جای بیرانوند کلا اینجا گفتیم دیگه غیر من اینطوریه که واقعا گل تیم ملی هم بخواد اون تیم ملی هم بخواد بیاد جاش استرس میگیره دیگه با این رزومه که این داره اون اومد پایین و رسی ضربات پنالتی دیگه یعنی اون شاهکار آلومینیوم که واقعا سوپر بازیکن بود چیروین بزرگ براشون همون گلایی که زد هم پاس داد که خیلی هم عجیب بازیکن با این فیزیک اصلا قدرتش تو چرخهشه دیگه ستون کنه به چرخه مسودی دیگه رو هر دو گلی که پشت هم میزنن اینا نتونست پاش به چرخه با مم. کاملا نگاه از نزدیک فقط گل نگاه کرد آره نگاه دست کم میگیره این توانایی شو آره که خیلی آن بزرگ خیلی سال تو فوتبال و خیلی میشناسند. از اون گزارش تو... معروف شروع شد اسمش چرخید آره آره که آره. گذاشتیم آره. اتفاقا تو اینستاگرام تو دمشق بود آره تو دروازه ضربه سر از بزرگ با به تیر یا خدا باسم به تیر ما نمیخوایم گل بزنیم شروین بزرگ هم به تیر میکوبه ای خدا که باسم شروین بزرگ به تیر میکوبه توی داماش نفت آبادان نمیدونم توی کرمان تو نفت آبادان یه سوپرگل از وسط زمین زده بود آره یه با قیچی و توی فولاد هم فکر کنم بود و اصلا کارش همینه که پشت به دروازه رو بگیره بیاره پایین بخوابونه و همیشه هم توی در دقیقه آخر بیشتر بازی کرد پرسیس دو بار اون بازی رو باشه. داد و این خیلی زنگ خطر بزرگی براشون بود و پنالتی هم وحید امیری آخرین بار جلوی عراق همون پنالتی رو خراب کرده بود قضاام برده بود که دیگه نمیزنم آره, آره اینجا دیگه جم... نمیزنم دیگه اینجا میشه که چاره نمیشه مجبور شد دیگه تو پنج تا نبود دیگه بازم آره که بعدش گوهری هم رفت بهش چیزی گفت که مثلا میدونستم چه چیزی میزنی و اینا گفت ازش عذرخواهی کردم خود گفت ازش عذرخواهی کردن که پنالتیشو گرفتن نکته جالب اینه که دفعه قبلم که پرسپولیس حذف قبلیش پارسال که قهرمان شد حذف قبلیش باز آلمینیام عراق بود و اونجا گوهری دروازه‌بان پرسپولیس بود و پنالتی هم گرفت تو جریان بازی ولی سه دو باختن تو آزادی و حذف شد زیر تاق میزن علی نجان. حالا ببین این تموم شد یعنی جام برای پرسپولیس از دلون دست رف... قبل این که از این ردشی من فقط یه چیزی بگم در بگو تو هم هم پیرو همون میخوام بگم پارسال همین موقع ها بازی پرسپولیس پیکان بود که پرسپولیس اون موقع دیگه قهرمانی دست خودش بود دیگه بعد هفته یه هفته یا دو هفته بعد از بازی که سپاهان با ملوان امتیاز میده همون بازی که اومد تو آزادی اومد تو آزادی و, و پیکان پی باخت تو چیا گفتن پشت سر مشتاق حسینی که اینجوری اون خودش داره کمک میکنه که اینا قهرمان شن الان چی کار کرد عملا اگر همینطوری پیش بره عملا قهرمانی مشابه حسینی از پرسپولیس گرفته تو لیگ تو حذفی هم که این بلا رو سرشون چهار تا زد یعنی چهار چهار چیزی خیلی کمی تو فوتبال لیگ و همین چیزا زود گذره اون لحظه ای که اون چی صحبت که کردی تعمق و نمیدونم واکنش سریع فقط اون موقع جواب بوده آره و مشابهش حتی تو هم همین رو می‌خواستی بگی؟ گفت دیگه. یا <applause> تو <applause> <applause> مشابهش حتی مهدی تارتار که به اونم همیشه این اتهامو میزنن و بیچاره این بار آخر برگشت گفت آقا اینقدی ای که من پرسپولیسو بردم استقلال پرسپولیسو نبرده. من با چیکار کنم دیگه؟ اونم با تیم‌های با نفت کورتو ازدی مثلا تو سرمربی نمیدونم داماش بوده، نفت مسجد سلیمان بوده، نمیدونم زبا هم بوده. این تیم‌ها مگه در اون بهشون چند بار پرسپولیسو می‌برن؟ این با هر کدومشون یه بار برده به داخل پرسپولیسو. یا همین زباهن پارسال بود یا پیارسال که خیلی پرحاشیه شده بود که یک یک, یک یه مساوی یک, یک یک گرفت آن که توی مجدی قهرمان شد با نفت مصر سلیمان اومد توی تهران یک هیچ پیس پولیس رو بود آره علی زاده آره, آره. داره که در که همونطور که گفت دربی مثلا استقلال چند ساله مثلا پیش پولیس رو استقلال تو ده سال اخیر نوست که دو بار برده همچین چیزی ببین من این کانال های هواداری چیز رو پیگیری میکردم این دوتا تیم رو واقعا اون چیزی که رضا میگه میگه که این کانالات اصلا اینقدر آدم رو تبدیل به یه موجودات ترسناکی میکنن اینقدر تو بحث طرف داری. قبل از بازی مدام چیز کردن که آقا نمیده حسینیه این پرسپولیسیه این فلانه و بعد من نگاه میکردم این همین پسته که داره مشتاق حسینی و زیر سوال میبره مثلا کلی لایک خورده و مثلا یه تعداد خیلی کمی دیس لایک بعد بازی شروع کردن کری خوندن که آقا پرس ها اسم مشتاق و میاد شب خوابشون نمیبره میترسن و دوباره همینه دوباره کلی لایک بابا حداقل شما با من اون, اون, کسی که اون کانال دستشی که تکلیفش روشنه دیگه اون داره بیزنسشونه ولی شما به عنوان مخاطب یه لحظه فکر کن میگو آقا این دیروز یه چیز دیگه داشت به من میگو داشت به من میگو این آدم میاد بازی و بده به پرسپولیس داشت این هی به میگو واره این مشتبه و سینی این جوریه این جوریه این یادتونه فلان مصابه این کرد یادتونه فلان هی داشت اینو میگفت و این اومده الان پرس رو حذف کرده و احتمالا دو تا جام ممکن است پرسپولیس بگیره دیگه هم هز جام هستیو گرفته هم لیگو دیگه اینو دارم میگم که چهار روز دیگه که رضا انعتی هم هفته آخر بازی داره با استقلال اونم همین داستانه متوجه باشیم رضا عنایتی وقتی مربی پیکانه پیکان براش مهمه آدما یه چیزی دارن یه شرافتی دارن نمیدونم چی شرافت هر چی اسمشو چی بذاریم اینو به راحتی آزار نیستن واقعا معامله کنن ما چرا اینقدر راحت قضاوت میکنیم فکر میکنیم که این آدم مثلا میاد به همین راحتی میاد میگه که آقا اوکی چون این تیم محبوب من بوده قبلا من اصلا من اصلا هیچی ندارم از خودم بعد میاد چیکار میکنه به بازیکناش میگه آقا برید ببازید نمیدونم آقا اینجوری نیست به خدا به این راحتی نیستش که ما تهمت میزنیم اشکال نداره چهار نفر کانال هواداری این کارو میکنه ولی ما ما به عنوان مخاطب فوتبال باید حواسمون باشه این این قضاوت بیرحمانه و اغلب نادرستیه اره. و خب الان مشتاق حسینی ثابت کردین و چیکار میکنید برای مشتبه؟ می... کسی اومد اسخای کنه ازش تمامو برید همین الان هواداری رو برید نگاه کنید همون کانالایی که به به چچچا کردن هنوز اون پستشون رو پاک نکردن تو کانالشون بزنید مشتاق حسینی ببین پستای قبلیشون چیه مم. الان ب... کلی براش به به چه, چه کردن دست دست دادن که آقا دمش گرم نمیدونم اینجوری کرد ولی پست قبلی‌ها رو پاک نکردن که بهش تو اومد بودن که تو میای میبازی البته من میدونم اگه بهشون بگی میدونی جوابشون چیه میگه ما اگه این کارو نمی چیز میشد آره همیشه هم فهم میکنن اینا تعهیج کردن فهم انگیزه دادن به تیم مثلا فردا چه حرفیه مثلا چه, چه نیازی به این کاراس اونا انگیزه ندارن خودشون عکس عکسش هم هست گفتی استقلالیا چون مربی استقلالیام توی لیگ زیاده همه میگفتن پارسال طرف آمار داده بود که عنایتی نمیدونم مهدی رحمتی اون اون همه اومدن به استقلال باختن خب مگه تیمای دیگه نباختن تیم مجدی بدون شکست رفته قهرمان لیگ شده اینا چی کار میخواستن باش بکنن مثلا انایاتی با هوادار میخواسته مثلا چی کار باش, باش بکنن؟ ما،, ما،, ما, ما که دیگه ما نزدیکی میدونیم مثلا الان مربی استقلالی که تو لیگن کدومش دیگه هم دیگره ندارن تموم شد کدومشون دوست دارن جهاد نکنم قهرمان شد خیلیشون دیدن هم دیگره ندارن اصلا, <تصح> از, از خداشونه که شاید تو اون بازی بیشترین این انگیزر هم دارن بعضیشون گزینه جانشینی اونن اونور همینطور متی تارتار مثلا تنها گزینه‌ای که ازش صحبت میشد که جای یحیی رو بگیره گزینه ایرانی مهدی تارتار بود کی بیشتر از تارتار اصلاً انگیزه داره یعنی مثلا مربی هم بگه اون بازیکنه که نمیاد لذت گلزن جلو پرسپولیس استقلال و مشهور شدنش و همجا دیده شدنش بگذره چون مربی من استقلال نه بعدش نمیاد بیاد بگه بگه, بگه مربی آره. کرد سال مثلا سال یکی دو تا اون بازیکنه پخش زنده داره دیگه فرصت بهترین فرصتی که خودش عرضه کنه اسمش سر زبونا بیفته تیم بهتری بره آره. کسی که این تهمت رو میزنه خودش تو زندگی احتمالا همچین کاری میکنه دیگه اهل دو دو بازی و ایناست خاطر فوتبال خیلی سختره بنظرم یه نکته دیگه راجع به این واکنش گرایی هم حالا از سمت پرسپولیسیا قبل این بازی خب عثمان همه بازیاشو برده بود بعد آقای بادامکی بود فکر کنم کرد که آقا ما قراردادشو تمدید می‌کنیم رضا درویش گفت جان که مربی یه میلیون دلاری بیارم تدبیر به خرج دادم که مثلا مربی عثمان رو که دستیار یحیی بوده همش تعریف این بازی خراب شد بازی سفانم خراب شد از این بازی هم رو کاغذ باخت نیست که تو پنالتی باخته مساویه بعد یهو مسئولان پرسپولیس میگن تمدید قرارداد در اختیار هیئت مدیره جدیده یهو همه اومدن عقب یهو حالا این کانال های هواداری اون تمام واکنش سریه میگن آقا عثمان که اصلا مربی نیست و فلان و مثلا سری مسخرش میکنن ولی انتظار از اون آدمی که بالاتره نه با چهار تا برد سری چیز شد نه با یه باخته یه مساوی سری از اون بوم مربیگری ای یک فرایند یک پروژه است آخر فصل تموم شه. بعد قضاوت کن عمل کرده چون اینکه با یه باخت اینجوری با یه برد اون حرکت اول که حرف از تمدید شد ناره. زود بود حتی با امیر رضا رفیعی هم خب بنده خدا وقتی چهار تا بازی که نشیت کمی گفتن آقا کی به ایرانوند و نیاز داره هستن سال بعد دیگه آقا این حرفا نیست که بعد این بازی که حالا رو گلا هم موثر نبود تو عمرش هم که پنالتی بازی اخلاقان یکی از بازی‌ها گرفت ملوان بود نمیدونم کدوم بازی بود رفیعی بعد کارت گرفت یک کرد بچه های اونجا گفت چهار کارته نشه من به ایران کاش مراقب باشه ولی خب دیگه حل و فصل شد این حجم از واکنشگرایی واسه هوادارا طبیعیه ولی واسه آدمایی که دیگه دارن جدی تر پیگیری میکنن از اینا نباید این مدلی باشن دیگه آقا یه چیز پرانتزم باز کنم این شلوین بزرگی داشتی میگفتی میگفتیم چرخشاش اینجوریه و تو با این چرخشا میتونه کلی موفق باشه من چند وقت پیش چیز رو دیدم این نادر محمدی اوتنداز معروف رو که الان مستوم شد روبوت. و اینا. آره و خیلی هم مخاطب 360 بود و به ویژه مسابقه عادل همه رو میدید کل جزیات و اینا خیلی هم بچه باحالی بود بعد این تعریف میکرد شاگرد چیز دیگه شاگرد ابراهیم صادقی شده به عنوان در واقع دستیار زباهن. تو زباهنه میگفت می ابراهیم صادقی به من گفته ببین من میگفت تو تمرین هنوز که هنوزه مثلا این پاسای بلندش قطریشو میده دیگه میاد تمرین میکنه با ما معروف بود دیگه پاسای اینجوریش میگه گفته ببین من با این پاسای قطری 20 سال تو این فوتبال نون خوردم تو هم با این اوت میتونی این کارو بکنی <applause> میتونی 20 سال نون بخوری و شروین بزرگم هم میتونه همین, همین کارو با همین ها تو فوتبال اگه یه کار خوبی و اصلا تو زندگی می اینو میگن دیگه یه کار خوبی و ترتمیز انجام بدی سالها میتونی این کارو بکنی و بری جلو دیگه آره بعضی تو پنالتی زدن آه امین آره. آتیلا اجازی که الان اومده نکه بگم آره آره. آره. حالا فنی دیگری نداشت ولی خب 95 درصد گلاش برای استقلال پنالتی بود و پنالتی خیلی هم خوب میزد آره, آره. همیشه هم پدرش خدا بیامون محبی بود پنالتی رو میدادن با اون پنالتی ها <applause> او در 15 سال بود آه، یه نکته زیربت هم بگم گم. این بازی این احمد گوهری که گلر آلمینیوم بود بازیکن قرضی پرسپولیسه تو خارج تو لیگ انگلیس بازیکن قرضی یکیم نمیتونید تو بازی کنه تو بقیه لیگ ها هم میان یک بندی میذارن که این بازیکن قرضی ماه جلو حق نداره بازی کنه این کار را... همش اینجوری نیست تو آمریکایی لیگ ها بقیه لیگ میذارن می تو انگلیس ممنوعه تو بقیه لیگ ها میشه آره تو بقیه لیگ ها ولی استری که ما بازی میکنه بعضی الان نمونهش همین هفته سردار آزمون بود تو لیگ اروپا است بازی کنه و حالا این کارو اگه پرسپولیس اول افس نمیدونم به ذهنشون میرسید یا نه میکردن شاید الان این بازیو اینجوری احمد گوهری براشون در نمی دیگه پنالتی بگیر و برام کلی داستان میشه آره وای چه بد اصلا فصل کیو فصل پیش گوهری که پرسپولیس بود بازیش نمیرسید این فصل رفیعی 5 تا چند تا بازی کرده 5 تا بازی کرده آره فصل پیش آره دیگه فصل قربترش بود که زیاد بازی کرد با, با لک بودن آره هم بازی کرد دیگه. آره آره و یه در میونم بعد بازی میکردن توی مقطعی که همونجا قهرمانی از دست رفت دیگه لک اون گل معروف از نفت آبادان خورد از لای دستاش گوهری هم یه دونه و تو همون دو سه هفته قهرمانی پرید راجب آلمینیوم فقط این بگیم بازی آلمینیوم پرس پولیس هواداران خانم نتونستن برن ورزشگاه تو عراک حالا متاسفانه تسفانه که صحبت کردیم تو اون اپیزود یه نکته ای که داره اینه که حالا خیلی انتقاد کردن که مثلا جیمی جامپ اومده و فلان و اینها مثلا محروم کردن و اون جیمی جامپه که اصلا مورد تایید نیست تو اپیزودش هم گفتیم فرقی هم نداره پسر باشه یا دختر ولی تو همین بازی چهار تا جیمی جامپ مرد اومد تو ورزشگاه ویدیوش رو بچه‌ها گذاشتن تو عراق تو عراق بازی پرسپولیس صدا از یک نفر در نیومد اگه اون جیمی جامپ چهار نفر اومدن نه یک نفر اون حداقل اون راه دسترسی رو برداریم اون زیر ساختایی که میگین کو آره و متاسفانه ولی تو عراق الان بیانیه دادن که تا درست شدن زیر ساختا و فلان اینها که هم آقا ما, در... ما, در... ما در مورد حسینی خیلی صحبت کردیم دیگه درسته چند هفته پشت سر صحبت کردیم جا نداره حسین حسینی ولی یه چیزی بگم حالا ما ت... خیلی ازش تعریف کردیم و به خاطر کاری که کرده بود ولی اه... یه کسایی انتقادی کردن درستم بود من که دوستم گفت آقا شما دارید این همه از سید حسین حسینی انتقاد می دفاع میکنید چرا یه انتقاد نمیکنید باشگاه و کادر فنیش یک نفرشون یه اعتراض نکرد به محرومیت بازیکن تیمشون اینا که بابت هر چیزی نمیدونم میان استوری میذارن و بیانیه میدن و نمیدونم شلوغ میکنن و مصاحبه و یک نفرشون یک نفر از باشگاه استقلال و تیم استقل... کادر فنی استقلال بازیکن تیمش معروم شده دفاع نکرد ازش که حتی بگه آقا این اصلا فوتبالی ولش کن چیزای دیگه شو فوتبالی نیومدن بگن آقا چرا بازیکن ما رو معروم کردی دم بازی مهم تراکتور دیگه طبیعیه دیگه میترسن دیگه اونجا خیلی منطقه خطرناکی موضوع موضوع خطرناکی و میگی سرمربی سرمربی خودش اول فصل با کلی داستان و اف و این چیزا مثلا اومده حالا دوباره باید بره درخواست اف کنه من بعد از این کار نه خب حداقل اینکه آقا این بازیکن ما رو نباید محروم می‌شد این خطرناکی نیست آه. واقعا یعنی ها رو درک می‌کنم ولی واقعا با یک ریاکشن و یک استوری چه اتفاقی قراره بیفته اگر انجام میدادن می‌دیدید چه اتفاقی می‌افتاد؟ نمیدونم شاید شاید هم من علکی دارم تو بسپاس بخرج و اونا فکر کنم همین بسپاس رو دادن که موضوع موضوع خطرناکیه مثلا فوتبالی نیست یه نفر سنگ پرت نکرده که بگیم حالا از اون طرف هم پرت کردن یا بیایم بحث کنیم دربارهش ماجرایی که حساسیت ها رو میفهمم ولی خب آره ولی واقعا عجیب بود اگرچه که قابل پیش بینی هم بود اینکه که خانوما رو محروم کنم ما اینجا گفتیم واقعا مگه جیمی جامپ مرد میاد مردا رو محروم میکنید که با... یا... یا حتی من یه مثال بهترم زدم تو نذاشتیم با جناب و اینا <تصفح> <تصفح> ماجر <تصفح> ماجرای دوست داشتنی نبود گاهی هم حتی فکر میکنم کاش که خانوما حالا که باز شده فضا و وارد شدن مثلا یه خورده تند روی نکنن مثلا این شکلی نباشه یه ذره ولی بعدا فکر میکنم احساسات هیجانه بعد از سالها مثلا رفتی تو اون موقعیت قرار گرفتی بعد شکل ورزشگاه عراق هم یه جوریه که قابل دسترسیه کی میتونه جلوی خودش رو بگیره میرن دیگه ببین رفتار اون خانم که حالا واقعا چیزی نیست مورد تایید شایسته نبود حالا من درک میکنم بالاخره این خانم در تهران زندگی نمیکنه سلبریتی مورد علاقهش رو چند بار میتونه ببینه آقای گفتی مثلا آرا که پرسونیسه ساعت چند بار میاد در یک دنیای ایدال باید یک فضای مهیاشه که اینا بتونن ببینن آدم‌های مورد علاقه‌شون رو ولی اون مثال سینما رو زدم اون اپیزود که شهاب حسینی مثلا یک خانومی مثلا بغل کرد ولی یه نظر خیلی شخصی بگم از اینم واقعا چیز خوبی نیست مود شده یعنی بغل کردن جز حریم شخصی یه آدم نمیشه هر کی را بیفته تو خیابون هر کیو دوست داشته بغل کنه. جایروزن جواد, جواد, جواد عزتی ولی نکته اینه شما بین مهد و زن بر خورد شد اونجا. آره ولی نکته اینه که من میخوام بین فوتبال و سینما مقایسه کنم چرا ورود خانم ها به سینما این مراسمیت وقت ممنون نمیشه وقتی یکی یک رفتاری میکنن که از نظر شما مورد تایید نیست. ولی فوتبال میشه سری جم سری زیر ساختا نیست سری نمیدونم یه چیزی هم میگن امنیت خانم ها برقرار نیست تمام مشکل با اونیه که این امنیت رو اونجا برقرار میکنه <تصفح> <تصفح> آره واقعا مقایسه در خوری بود اونجا هم واقعا همه میرن بغل میکنن ولی این اتفاقی نمیافته خب اینجا سالها روش حساس بودن و نمیخواستن این در باز شه حالا که باز شده دنبال اولین فرصت ها میگردن برای اینکه دره رو ببندن دوباره <تصفح> یه موزیک بزو خب بریم سراغ پرسپولیس و سپاهان تو این فاصله رفتیم یه موزیک گوش بدیم بیای میزم برگشت <تصحنت> یعنی رفتیم اون بردیدیم نیست اومدیم این بعد هست با این حرکت ها میخوایم حریف و کنیم ما با این <تصحنت> <دقیقته> کوچینگ بازی جام پرسپولیس رو رفتیم از عراق برگشتیم رسیدیم به پرسپولیس سپاهان که به نظر یه بحث فنی لاغر داره و یه بحث هاشیه خیلی چاق و چله و اینا حالا نمیدونم از چاقه شروع کنیم یا از لاغره نمیدونم الان منظور من محمدی نه در عکس محتواش ببین اینجا هم که رضا بودن خب خیلی توضیح دادن راجع بازی و اینا و حالا دوره مرور مختصر بکنیم ببین از سمت پرسپولیس بگیم که پرسپولیس خب آلیشا رسید به بازی چیزی که حالا تو عراق صحبت کردیم نبودنش پرسپولیس سری تغییرات رو داده بود دا مهمتر از همه بیرانوند بود که معلوم نبود میرس خوشم هم استوری گذاشته و روحیه داده بود به رفیق و فلان ولی نبودن دانیال که اون برکتی که انجام داد تو آبادانی بازی رو دست داده بود و عملا سمت راست پرسپولیس از اون خلاقیت افتاده بود و اون زهرش گرفته شده بود یعنی بیشتر اون همکاری با ترابی از سمت راست شکل نمی گرفت مير. کاملا بازی سمت چپ بود که حالا بریم رو سپاهان که میرو سپاهان چهجوری جوری خونسا کرده بود. این سپاهان یه بار دیگه تو ورزشگاه آزادی تو همین فصل جلوی نیرو عراق یه بازی داشت که ستاره اون تیم بهترین خطرناک ترین بازیکنشون وینگر چپشون بود علی جاسم اینجا هم به درستی خطرناک ترین بازیکن پرسپولیس و اوسون اورونوف از سمت چپ دیده بود اونجا یه راه داشت براش که عینا همینو این, این بازی هم پیاده کرد اونجا چیکار کرد معمور مهار وینگر سرعتیش شده, شده شد محمد کریمی با یه آرایش دیگه ولی محمد کریمی نزدیک اون وینگر گذاشته بود کاری که اون جاسم توی بازی رفت کرده بود جلوشون خب دیگه جا چششون بود اون جاسم جوونه دیگه آره. سالو... که الان هم دیگه با تیم عراق رفتن المپیک دیگه آقای گل بازی شد خیلی بازیکن خوبیه بعد ولی کاری که سپان کرد همون آرایش ترکیبی که خالی این چند وقتم خیلی بحثش بود کاملا دوتا تا چیدمان مختلف داشت سپان در حین مالکیت و عدم مالکیت و عدم مالکیت بگیم که تو این بازی بیشتر پررنگ بود دیگه سپاهان بدون توپ داشت چیکار میکرد و چقدر الان میبینید این تیم جزئیات داره و چقدر بازیکن داره برای اجرای این جزئیات و واقعا عجیب سپاهان جدول یعنی اگه اون شرایط برش پیش نمی اومد احتمالاً همین هفته بعد جشن قهرمانی رو میگرفت همین هفته ها که دیگه اقراق دیگه 15 امتیاز بعد جلو می بود الان پ... که 5 هفته به پای. حالا دو هفته دیگه آقا هیچ کی گیر الان ما دیگه میگیم آقا کلی از این اقراقا داره خودش حضورم فقط به کامیار اشکال نداره حالا آخر فصل حرام میشه مهم نیست چه کار کرد سفان برای اون بستن پرسپولیس یه میدبلاک 4141 درست میکرد حالا <S getting involved> چون شبیه 4 3 2 1 بود رضا هم اینجا گفته شبیه اون آرش معروف درخت کریسمس و تو دفاع میشدن 4 1 4 1 کاملا یه بازیکن دیگه به جز کریمی که خیلی رخشان بود دابو بود یعنی اون صحنه اخراج فقط چکیده کاری که والیشا کرد تو این بازی دیگه یعنی اینقدر مخش بود کامل چسبید به والیشا اون کاری که پرسپولیس میکرد با آلیشا بین خطوط توپ میگرفت اگر توپ یه کانال میرفت اون میرفت تو رو خط بازی میکرد انقدر چسبید به دویش اجازه مانور بهش نمیداد اجازه توپگیری نمیداد و خب اوج هنرشون ولی توی سمت راست بود دیگه موقع دفاع محمد کریمی رفت دفاع راست و چسبیده به اورونوف کار میکرد اورونوف بخش پررنگ بازیش اینکه توپ رو بگیره پشت به دروازه به عرض بزن رو به دروازه بشه دیگه اینو اصلا نمیذاش کریمی انجام بده و کاملا وظیفه گرفتن عبدالکریم حسن رو به دفاع راست کلاسیک خودش رامین رزایان که این بازی تو دفاع میشد وینگر راست داده بود کاملا چسبیده به با حسن بازی میکرد یعنی حتی اون داخل رفتن عبدالکریم حسن هم رامین باش میرفت یعنی معمولا چیزی که تیما میزن هافبک هاشون برن که اون بازکن کناری خیلی از جاش خارج نشه اینجوری بسته بود و توی حمله هم یه آرایش مثلا شبیه چهار دو 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 دوباره میگرفت یعنی مقانلو رو کنار شکاری سرشون احمدزاده و نورفکن اینجوری سپاهان بازی رو شروع کرد و اینجوری هم ادامه داد و عملا پرسپولیس سورپرایز کرد توی حمله هم خیلی خوب یعنی هاش این بود که از اون پرس پر تعداد پرسپولیس با اون بازیکنایی که دارن اضافه شدن هادی محمدی هم که سمت راست بیشتر باعث بهتر چرخیده شدن توپ میشه اونا به چرخونن و با با پاس بلند از اون در واقع فیزیک موالو شکاری استفاده همون اول بازی شکاری یه دونه کناری میندازه میره که اونطوری دو به دو کنن توی موقعیت برابر قرار بدن موقعیت درست کنن که یکی این کار یکم هم روی همین پاسای بلند خود رامین رضایان از راست بزنه داخل و تو مرکز دوباره یار داشته باشن این رامین رو نزدیک مقالو کنن این ایده سپاهان بود که به درستی هم کاملا اجرا شد و حالا مثلا برای صحت سنجی هم مثلا تو همون اپلیکیشن هم میشه دید دیگه یک نبر تو کل بازی اورون اورون رضاییان داره اصلا نزدیک هم نذاشتنشون این کاری که مرایس کرد اگر اون ضعفی که توی دفاع شاید رضایان داره توی فضا دادن رو اینجوری جبران کرد و خیلی کار درخشانی هم بود ساسان بشین خب <تصفح> 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 پرسولیس ببین توی دفاع می‌پذیریم که جواب داد که خب پرسپولیس که واقعا خوب گل میزد بازی قبلیش اینقدر فلج شد ولی ایدش توی حمله موقعیت آنچنانی درست نکرد درست, درست نکرد پرسپولیس هم موقع درست نکرد ببین سپان باهر. اگر میباخیم بازی رو الان پرسپولیس قهرمان کرده بود دیگه دو گونی سال پیوپی میشد که مورد سر پرسپولیس قهرمان میکنه با کاراش اینو حداقل نمیذاشت انجام حالا اینکه انگیزه شون چی بود و اینا که به هر حال بازی بزرگ الان یعنی پرسپولیس دو فصل به سپان گل نزد تو لیگ یعنی اون بازی فقط جام حذفیشون گل زد دیگه پرسپولیس حالا برای این چرخیدن توپ از سمت چپ بیشتر خب این راه سد شده و اورونوف دید دیگه اینا چه جوری دارن یارگیری میکنن چند تا کار انجام داد دیگه یکی این که اورونوف بیاره مرکز تو این جا جایی یا اون هماهنگی سپاهانی ها از بین بره تو اون درست کنه و وقتی میخوای نظم تیم رو بشکنی بهترین موقعیت اینه یعنی که تو انتقال درست موقعیت درست کنی سعی کرد یکی دو بار سری کانتر پرس کنه توپو بگیر از سپانیا موقعیت درست کنه ولی اینقدر پرتعداد بودن تو دفاع چون نورفکن عملا وقتی وقتی هنانوف بالا نمی اومد خودش هم میتون می اومد مایل به مرکز میشد و موقعیت ها رو می از حریف و یه کار دیگه که حالا توی نیمه دوم شروع نیمه دوم پرسپولیس به خوبی انجام داد تقریبا شاید میشه گفت بهترین موقعیت پرسپولیس بود که چند بارم تو نیمه اول انجام داد این بود که اون فضا رو به اورونوف بده وقتی فضا رو میبینی تو یک دفاعی حریف به اورونوف نمیدن کاری که کارت پرسپولیس اون اورونوف رو با حسن جابجا جا کرد یعنی یه جاهایی اورونوف میمد جای دفاع چپ کریمی تا اونجا باش میمد بالا بعد دیگه فضای بیشتری داری دیگه اونطوری قوس میزد دریبلش میکرد و ترابی که سم... سن... چیز بود سمت راست بودم مایل به مرکز کرد که کانالی سمت راست برای هنانوف یعنی موقعیت پرسپولیس که تو مهاجمی هنانوف میرسه یاد بیاد همین جوریه هم. میره که حالا اون دیگه ضعف کیفیت هجومی هنوز فصل دانیال دیگه شاید اگر اون شوت میزد موقعیت بهتری درست میشد تا اون پاسی که داد در مجموع اینطوری اتورابی اسم بردی تورابی بازی خوبش نبود بازی تورابی خیلی به زوج سازی نیاز داره واقعا اون سمت هنوز نتونست براش انجام بده این کارو. با دانیال مثلا آره اونجا با دانیال همزمان میرفتن داخل آلی شاه میومد بیرون الان این اصلا نداشت هنوز و این داخل بازی کردن پرس... ترابی این موقع درست کرد یه کارایی هم کرد پرسپولیس تو این بازی که اون کاری که معمولا سمت چپ انجام میداد با حسن و اورونوف با هنانوف اومد انجام بده که ریگی بره دفاع راست و است هنانوف بیاد داخل که در نمیاد دیگه اون نورافکن اونجا مهار میکنه دیگه اون خلاقیت هجومی رو نداره وحده هنانوف در مجموع بازی هم اون اواخرش اتفاق عجیب برای آلیشا که با این همه تجربه یعنی مهره بود که احتمالاً تا فاصله بازی عراق تا بازی میگفتن آقا اگه آلی بود اون بازی رو پرسپولیس میبرد دیگه تجربهش بود نمیدونم حداقل پنالتی میزد و الان این کار عجیب و غریب و کرد که پارسال هم پرسپولیس سپاهان همین ماجرای اخراج رو داشت اون آقا برزیدیه اون اواخر نیمه اول بود که ده نفره شد و بازی اصلا یه شکلی شد که پرسپولیس نیمه دوم فقط دفاع میکرد دفاع میکرد با دقیقه 90 کریمی زد آره میخواست 0 0 رو حفظ کنه و دیگه بالاخره دقیقه الان دقیقاً دو تیم رو از... بود تحت فشار دیگه یعنی 10 دقیقه آخر آره احمدان دیگه نتونس داش گل می‌خورد آخرای بازی یه فرصت خیلی خوب آره. کرد اون ضربه سر میگن هادی محمدی ولی اون چیز زکی پور نبود بسته زکی پور نشون نه هادی آره هادی زار ولی بسته زکی پور داشت نشون میداد مهم تا این موقعی بازی بود دیگه داره بود بعد داشم آلیشا با سیاوش یزدانی اون برخورد رو کرد یعنی کلا خیلی بیش از حد منظم عصبی بود حالا این چیزی که تو فوتبال هم از بازیکن میخواد که شور و انگیزه نشون بده حالا اون بچه عصبیتش میزنه بالا داور هم مقال خارجی های که میگن سلک یعنی فروخت دیگه صحنه رو به داور که اخراجش رو بگیره بله. یه سوالی که حالا الان که الان معما حل شده ولی شون پرسپولیس نتیجه بازی استقلال رو میدونست دیگه این که باید کمی انتحاری تر بازی میکرد که ببره بره ست یا این که بگه نه مساوی هم خوبه که نبازم یعنی این یه تصمیم پس من به نظر من باعت... پرسپولیس بالاخره با همون اندازه که فکر می که استقلال بازی سختی داره با تراکتور خب میدونست خودشم اگه سخت در این بازیش همینه دیگه داره داره. یعنی به نظرم اگه قبل از بازی احتمالا میشست فکر میکرد میگم اوکی اگر ما مایه مساوی بودیم اونا یه مساوی اوکی شاید دو طرفشون استقلال هم همینه خب میگم که یه جای دیگه باید استقلال لغزش کنه که پرسپولیس بتونه استفادهش رو ببره اصلاً بازی با تراکتور داشته. وقتی خودت اینور با سپاهان بازی داری با به همون اندازه سخته دیگه بازی خودت هم همچین فکری که یعنی اگه استقلال میبرد احتمالاً خیلی تواجمی بازی میکرد پرسپولیس همه چیز از دست رفته میشد دیگه و اینم سخت نیست حالا همیشه میگن نتیجه رو بدونی نتیجه رقی مستقیم بهتره ولی خب این که تو مثلا ندونی بالاخره استراتژی مهمیه دیگه که تو میخوای بری که حتما ببری یا اینکه با یک مساوی هم کارت راه میفته اینجا ماهینی هم اشاره کرد به همچین چیزی که گفت استرسی میشه تیمی که صدره بیشتر استرس می یعنی میگه تو کجای استر... جدول باشی اگر بالای جدول باشی اون استرس بیشتر میاد برات اگه میخوای صدرنشینی رو حفظ کنی ولی اگر دومی میخوای صد نشین بگیری استرس کمتری داری ولی, ولی هیچ به اندازه پرسپولیس عادت به این استرس نداره دیگه تو این سالا بالا تا کار کارو درآورده حتی پارسال میگفتن که سپاهان مثلا بخاطر که عادت به این استرس اینجوری نداشت اون امتیاز رو داد کی بود پیروز داشت میگفت پرسپولیس استقلال هر کدوم جای سپاهان بودن حتما قهرمان میشدن پارسال و اون امتیاز نمیدادن ولی دیگه عاشق تیم خود مهدی اصلا برنامه رو دیدی بابا این استرسه آره دیدی دیگه آره برنامه رو تا جایی که میشد دیدم بعد چقدرم کیف کردم گفتم آخه نشستن میتی پور میدیدم گفتم ها منم همین رو یه ربات بدی گفتم من فردا برم به ساسا میگم بیا بچینی برای منم چقدر خودش خوبه بابا خیلی خوب آره باباشم باحال بود شده آره فوتبال بابا شما یادم آره تو این گلی که نشون دادن یادم نبود ولی فوتبالش یادم که توپ جام کردن اون دوره بابا این توپ جام من آقا اسمم بوده دیگه تو هم اونجا توپ جام کردن بودی دیگه به بالاخره از توپ جام که من شروع نکردم هاف بودم بعد به دروازه بان همینجوری همینجوری رفتم عقب فقط مهاجم نبودم ولی این میخواستم بگم که سوای انگیزه که دارید میگید چقدر تو انگیزه برد داشت یا نداشت انگیزه شد داشت قاعدتا پرسپولیس قفل شد به نظرم جا خورد و بعد از ده تا بازی اسمار که اوج گرفته بود و همه رو خوب میبرد به جز حالا بازی اول یه ها اومد و باید این مواجه شد که تمام رو بست و اون یکی دو تا ستاره که کارو براش در آوردن مثلا اورونوف بعد قابل پیش بود که اورونوف از پرسپولیس بگیرن و ببندن خیلی اوضاع سخت میشه پرسپولیس تو تمام این بازی ها فقط توی دربی اوزاش اینقدر بد شده بود اونم اورونوف خوب بسته بودن اونم اورونوف خوب بسته بودن و اونجا فکر کنم پیش بینی میکردن چون بازی تیم نکونام اینه دیگه اونجا آماده بودن برای همچین وضعیتی و انگار اونجا به مساوی هم راضی بودن بعد ولی اینجا به نظرم قفل شد و حالا سوال من اینه که شاید حتی بقیه هم یاد بگیرن دیگه نقشه عثمان لو رفت شاید هم یه ذره مثلا یاد بگیرن که چطوری بتونن ببندنش تو این بازی های باقی مونده بعد و بقیه شاید از آلومینیوم یاد بگیرن جاش توپ بچرخونن خیلی چیز نیست دیگه ولی بقیهش این کیفیت نفر رو ندارن که همچین بازیکنایی داشته باشن که چند تا نقش رو همزمان بتونن بازی کنن بعید اینطوری بتونن همه به تا آخر فصل مورایس هم فکر کنم دیگه آخرین بارا باشه که از درخت کریسمس میتونه استفاده کنه دیگه بعد از سفره هر این آرایش رو دیگه فکر و مناره آره و قرار <تصفح> اسمش <قراره> ما... <تصفح> محمد بشه گفتم اسمش قرار محمد بشه اینو اینو چون مال اینا مال تو هفته پیش بوده من یه اشاره بکنم که من نمیدونم داستانی که در واقع ایشون این اتفاق براش افتاد چه جوری بود ولی رو بگم این اتفاق همزمان شد با خبری که ما شنیدیم در مورد احضار چند تا از مدیر برنامه ها و ایجنت ها که صداشون کرده بودن از جمله ایجنت آقای ایجنت مشترک آقای مورایس و آقای خمس که گفتن که مثلا یه سری تذکرات بهشون دادن در مورد اینکه و ایجنت اورانوف اورانوف و چیز ماشاریپوف چند تا دیگه هم بودن گفتن مثلا سر خمس گفتن که اینکه گفته آقا اینجا امنیت نبودم کشور من به من گفت فلان شما باید اینا رو مدیریت کنید یا در مورد مورایس گفتن که این داستان سکوها یه موزلی شده تو اسفان اینکه سکوها هر هفته میان دارن فهاشی میکنن خیلی چیزای زشت دارن میگن و مثلا این تبدیل به یه ماجرای خیلی وحشتناک شده بود احتمالا من حدسم اینه که گفتن آقا یه راهکاری براش پیدا کنیم خب چیزم که آقای مرایس که با این خانم داشته زندگی میکرده دیگه احتمالا راهکاری بوده که آقا یه شکل رسمی بدید به این که دیگه این داستان سکوام یه جوری مدیریت شه این اتفاق نیفته دیگه کسی نمیتونه به کسی فوش بده که چرا مثلا همسرت فلانیه یا نه ولی وقتی مثلا رابطه یه جوری دیگه باشه احتمالا به خودشون اجازه میدن فوش بدن من تصورم اینه که این بخشی از مدیریت اون سکوها بوده اگرچه خب گفته شده بود قبلا هم زاران خود سپانی هم گفته بودن که این خانم مثلا از ابتدای این فصل یا از فصل قبل هم مثلا بوده تو کنار آقای مرایس بوده و چیز جدیدی نبوده من فکر می که چون خیلی مدیریتش سخت شد و خیلی هیجان عجیب غریب و تنش خیلی زیاد و توهین و فهاشی و اینا در نهایت یه راهکار اینجوری براش پیدا کردن آره سکوهای اونجا یه وضعیت داره که خودشون هم تجربهش نداشتن و خیلی هم سپانیا ناراحت بودن و میگفتن همینی که گفتی گفتم ما تمام روزهایی که داشتیم میبردیم هم این قضیه وجود داشته آشنایی مورایس سپانی خانوم بوده همون هفته های هم که ده تا برد می آوردیم بوده و حالا دیگه این خیلی چیزه که خیلی نامردیه که شما اینو رفت بدی به اون و اینقدر با این فرش رکیک از سکوهای سپهان گفتی بریم همین آشی این بازی دیگه سکو... اون حرکت در اول همه قبل از اینکه بریم سراغ اونا باز حرکت اشتباهی بود دیگه که خانوما بالای اصل, اصل, اصل ماجرا اونه اصلا تمام منشه همه مشکلات اینه که شما برداشتید بعد جالبه برای من تو تجربهش هم داشتین دیگه آره. یه بازی همون آقایون پرسپولیسی اون بالا بودن اونا چیز پرت کردن اینا و چه شورشی سپان،, سپان 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 شمسازر تو قزوین دقیقا همین بود هواداران قزوینی بالا سر سپانیا بودن نیمه دوم بازی با تاخیر شروع میشه شونه. و بعدش هم کلی کری میخورن تو اصفهان جبران میکنیم و از اینجور صحبت ها این اصلا چیز مرسومیه که تو نباید یه سری هوادار رقیب رو بالا سر یه سری هوادار نمیدونم به هر حال خیلی تصمیم اشتباهی بود و تمام مشکلات از همونجا شروع شد دیگه بخشش اصلا اجتناب ناپذیر دیگه وقتی شما اینجوری میچینید سکوها رو بالاخره تنش پیش میاد خب دیگه با های خودشون هم نمیخونه ما یکی از تکراری تن جملات این پادکست این بوده که آقا این خانوم ها رو جای درست حسابی بهشون بدین دنلا رسمی که هیچ وقت نمیگم ولی این بود که اصلا خانوم های پرس کنار آقایون پرس نمیتونن باشن یا استقلالی برای همه اینا طبقه دو بازی معمولی آزادی هم که مثلا طبقه اولش بر میشه و حالا اینو شما میدونین یعنی اینجوری اجرا کردیم بعد الان میان خانم های پرسپولیسی و کنار آقایون سپاهانی میذارین که رقیبشونه. آره نه. یعنی واقعا نمیخوام فاز تبهام توته و اینا بگیرم ولی خیلی عجیبه دیگه به قول تو میتونن بالای اون سمتو بدن اگه نمیخواستن یعنی کاملا متضاد یعنی در دو طرف استادیوم ولی میان این کارو میکنن که بعد معلومه چی میشه دیگه تو این فوتبال داریم زندگی میکنه یا دیدی واقعا دیگه. خیلی خیلی ناتوان و پرتن تو مدیریت این داستان یا واقعا اجازه بدید ذهن ما بره به سمت اینکه شاید بعدشون نای، نای اومده باشه یه بهونه اینجوری پیش بیاد دیگه همونجوری که از بحث عراک عراق بالاخره کره خودتون رو گرفتید و بعد, بعد اون چند تا بازی و بدون تماشاچی خانم برگزار کردید چه وسا شاید با... بعدشون نای... نمی اومده اتفاق اینجوری بیفته که <applause> دوباره من رو ببندن خب اتفاقایی که افتاد واقعا خب یه اتفاقایی افتاد که کسی تایید نمیکنه دیگه مثلا شعارهایی که از خانمهای پرسپولیسی اومد قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم خب کیه که بتونه اونو تایید کنه بگه آقا اتفاق خوبی افتاده یا مثلا اون مصابه اون آقایی که دیگه اصلا فاجعه بود دیگه و شاید خیلی خوشبین بودن شاید تیپش رو اون سربنده شدی دیده بودن فکر میکردن که این آدم های خوبی دیگه قاعدت همه رفتاری ازش توقع داشتن به اینی که دیدیم ولی مغز کوچکی زنگ زده که میگن یه چیزی خواستم بگم برمیگرد به اپیزود پیش شما یه جا گفتین که آدمایی که اون موقع میرفتن استادیوم الان نمیرن بچه ها مخالفت رو اینا کردن و مثال محمد بوقی رو زدین اون زمان لیدرها این شکلی بودن الان این لیدرا این آدمان حالا اگه بهش اسم آدم هم حتی روشون گذاشت سوالی که خودم داشتم حالا چون شما قدیم ترم هستین این رکاکت کلام این فضای بد و این شعاره از کی اینجوری مد شد در ورزشگاه انتا قبل همه اینا بگیم آقا این حرفایی که میزنیم هیچ دلیلی نمیشه که پس فردا بگین پس شما هم قبول دارین ورود خانم ها ممنوع شده این که بدیهیه شما اگه قبول دارین که ورزشگاه بی فرهنگیه فرهنگش خوب نیست قبول دارین بعد کاری کنیم فرهنگی درست نه که ورود خانم رو ممنوع کنین اینا رو بعد آره. هزار بار فکر کنم بعد بگین آره. در جریان این بحث گفتم فرهنگش اینه فرهنگ کوچه خیابونه به خصوص تو این یکی دو ساله با بقای مثلا اجتماعی خب فوش دادن تو خیابون دیگه یه چیزی شد که دیدیم همه شنیدیم خانم و آقا دور هم دیگه دیدیم و ما اینجا با هیوا میگفتیم گفتیم, گفتیم میگن که زنها بیان هم این نگاه که میگفتن زنها بیان خوب نیست چون فوش میشنبن گفتیم تمام کچه خیابون دارن میشنبن و هم این که گفتیم اینا خودشون بهتر از ما بلدن فوش بدن ما ما تا اینم گفتیم و پیش بینی کردیم که همین که حقشونه لحظات... بخوام بیان یه فوش گوش کنم. به ما ربطی نداره واقعا آره ولی حالا این فضا یعنی میخوام بینم یک روند طبیعی بوده یا یه جایی واقعا دستکاری شده که فضای استادیوم یه همچین چیزیه تو اروپا هم فضا بعد طبقات پایینشون میرن ورزشگاه ولی اونجا یک مسیری رو طی کردن که با فرهنگ ترشون کنن به زور که چهار قدمی بازیکن بشینن هزار رو مثال زمکاری نکنن میرن تو خیابون دعوا میکنن هولیگالیست میرن ولی اینجا از کی اینجوری شد به این شدت یعنی خب ما تاریخو میخونم مثلا میگن ایران اسرائیل برد اوج شعرا این بود که با اره بریدن سر مشدایان را ولی از کی اینقدر شعاره عجیب و غریب که آقا اصلا برای مردا هم مناسب نیست برای نوجوانا هم مناسب نیست اصلا یک فضای اینجوری شد یعنی یک روند طبیعی بوده یا دستگاری شده؟ واقعا ازش رو نمیدونم یا نقطه نقطه ای که این یهو دیزالف شد به این ور ولی بوده دهه شست و اینام بود دیگه دهه شست هم فروش بیدن چه شکلی بود در لحظات حساس دعوا اعتراض به داوری مثلا شعارهایی بود که فوش بود فوش رکیک بود ولی فقط تو اون لحظات یعنی مالکیت حساب کنی مثلا در 90 دقیقه یک دقیقه شاید مثلا یکی دو دقیقه توی دعواها و توی مثلا این لحظه لغا... مثلا مهتی آشمین اصاب این فرشی که معروفی که بهش میدن خب سال ه ۸ دو... هشت جا به جا شد دیگه سه... درسته دو... قبل از هفته دو که پرسپولیس بود استقلالی ها همینو میگفتند میگفتن بهش یا احمد آبزاده با اسم چه چیزی ساخته بودن توهین میز میگفتن وقتی که جا به جا شد استقلالی ها این فرش رو میدادن قبلش پرسوریسی ها داشتن میدادن بعد علی پروین که خدا لقبش همه میدونن منصور خان خدا فوش داشتن پرسپولیسیا بهش فوش میدادن ناصر حجازی رو خوش نبود ناصر حجازی ولی تو لحظات حساسی که خشمگین میشدن یا یا دعوایی میشد یا داوری بود یا دقیقه آخر بود مثلا احساس میکردن که با چه میدونم با تبعیض دارن میبازن و خلاصه میگم مالکیت ولی مشتاق یه وقتایی هم جوری بی بهونه هم بوده مثلا من داشتم هایلایت واقعا مالکیت دو بود آره، از 90 دقیقه آره اضافه کرد گفت یک قبلش بزن چونه بزنی بزن بیشترم قبول میکنه من داشتم یه پیج اینستاگرامی و از این نوستالژی میذاره و اینا داشتم میدیدم یکی این بازی های در شهر همینجوری دو تا تیم دارن بازی طبیعی میکنن و صدا میاد یهو شروع میکنن فوش دادن سانسور نشده بود و دیدم یادم اومد رو فوش میدادن اون خب بازی دیگر. من نبودم <تصحیح> روزایی که من نبودم زیاد فوش من بودم ولی واقعا با یه, با یه شیبی یه اومد به این سمت خیلی ها مثلا دلیلش رو میدونن که مردم هرچی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن اقتصادی اجتماعی و حالشون بده اونجا جایی بود که برن فوش بدن جایی دیگه نمیشه فوش داد یه خوردم که نمیدونم هر هرچی این پوله اومد تو فوتبال و داستان ها آد آدمها یقه هم رو دریدن هواداراشون هم به همون نسبت کردن جریتر شدن چون فوتباله تا وقتی که این پول مناسبات توش نبود خیلی دلیلی هم برای دعوا کردن وجود نداشت مثل فوتبال بازی کردن تو زمین خاکی بود در لحظه ممکن سر یه خطایی دو تا آدم دست به یقه بشن ولی دیگه بعد از بازی کش پیدا نمیکرد به خاطر همین خصومت به وجود نمی الان هی خاطره بعد رو خاطره جمع شده تیم‌ها ها بازیکن از آدم ها یه خصومت قبلی دارن که هی یه برگرد جدید میاد رو این پرونده پرسپولیس سپاهان رو ببین یه یه بازی نیست قصه چندین و چند بازیه اون موقع چون که این داستان ها نبود و پول نبود و خصومت نبود هیچ پرونده‌ای ساخته نمیشد بازی بعدی دوباره از صفر شروع میشد بازی بعدی دوباره از صفر شروع میشد و دلیلی از گذشته با خودشون نمی که فوش بدن بعد همچنان معتقدم که نه هیچ وقت اراده نبوده که جمع بشه در ساعتی می که میدونیم هر کی استادیوم رفته میدونه اونجا بخوان یک شعاری داده نشه نمیشه سخت میشه در کنترل واقعا تا حدود زیادی کنترل کردنش و تو سوال این بود که آره اراده ای هم بوده آه، آه، که منظرم باشه؟ منظرم باشه؟ منظرم هم بشه میگم بنظرم میتونست کنترل بشه کنترل کنترل آسونه برای مثلا کسایی که بخوام کنترل کنن حداقل در این حجمی که همه با هم یک شعاری رو بدن حالا تو همین بازی مثلا به رامین رضاییان که حالا اونو شما من انتظار نداشتم خودم با واقعا استادیوم فوش نمیخورد خورد. افکن انتظار داشتی <تصفح> اون رفتن خب بالاخره خودش <تصفح> اون وقتی بازی رفت اون حرکتو انجام میده و اینها خب طبیعیه دیگه آخر بازی هم گردن نگرفت که من هر کاری میکنم حاشیه دار میشه خب دیگه معلومه گذاشته بود که عثمان هم تو کنفرانس آره یه استوری ببر و پلنگ و اینام گذاشته بود و میگم که یعنی به نظرم اگه میخواستم میشد کنترل شد حالا اون چیزی که گفتم تو زندگی های روزمره خیابون درک میکنم که شاید این رکیک بودن الان کم افزایش پیدا کرده یه مثالش خب تو موسیقی که 20 سال پیش موسیقی رپ نداشتیم یکی از خصوصیت های موسیقی رپ اینه که سراحت کلام داره و این چیزه و این الان خب کاملا مد شده خود منو خیلی گوش میکنم و این وارد شده ولی میخواستن تو استادیوم از کی اومده و اینکه هیچ وقت نخواستن جلوش رو بگیرن برام عجیبه دیگه حالا من نمیدونم چطوری میشه جلوشو گرفت که حداقل تلاش کنن ببین الان دیشب یه مناظره بود تو تلویزیون آقای سعیدی مدیر رسانه سپاهان آقای لشگری مدیر اتومبیل پرسپولیس دو طرف حرفشون درست بود این طرف گفت آقا چرا ایشون این توهین به من کرده این هوادارا اون بعد میگفتن چرا مثلا تو بازی رفت بدترشو به ما گفتن و خب این دفتش درست میگن ولی خب بالاخره این چرخه خشونت کجا میتونه متوقف بشه یه جمله معروف هست میگن زول شجاعت بیشتری میخواد تا جنگیدن اینجا هم بالاخره با اون نقطه باید برسیم که یک باشگاهی در راستای صلح قدم برداره که بیانیه بدن اشتباهات رو بگن میگن آقا قبول تیم ما هواداران ما اشتباه کردن از بازی بعد دیگه تلاش میکنیم یک میکن، کنترل کنیم کمپینی بذاریم فلان کنی شما هم بیا این کارو بکن هیچ وقت به اون مسیر کسی نمیره همه دارن میگن که شما اینو گفتیم پس ما بازی بعدی اینو میگیم اون جمله معروف سیاوش یزدانی که گفته بود تو اسمان خون به پا میشه اینو سر بازی پرسپولیس و همه هم این خیالشون نیست هرش دیوی میلیون جریمه میشه دوستان هم الان دیگه بیانی هم دادن واکنششون به مثلا واکنش هایی که به خود همین یارو این هوادار سپاهانیه بود یه سری استوری ها اینا دست کمی نداشت از خود عرفای اون دزن. دزن جلال حسینی من دیدم نوشته بود مردک نمیدونم فلان اینجوری خب آقا اگه این آره بده خب نگیم دیگه اگه آره توهین و اگر چیز استوری یکی از این لیدرهای سپاهان آره. آره, آره اصلا و ادبیاتش وحشتناک آره. و بعد چرا آره اونم کردن نمیگیرم آقا اون... آره جزء با شما اومده دیگه کلی عکس از ازش که همیشه کنار شما بوده تو اتوبوس شما بوده مگه میشه یارو گرد میگی آقا به ما ربطی نداره کسی همه جا بوده بعد میگه لیدر نیست چی؟ گفت که عضو کانون هواداران سازماندهی شده با تیم سپاهان نیست. نه الله ما تصویراشو بچه‌ها گرفته بودن قبل هم تو همین مسابقه های سری بنر رو اینا داره که هوادار عادی دستش نمیگیره اونا رو یعنی خرج نمیکنه بره بنر بیار داره بیاره. یعنی معلوم بود که هست میشناسنش. حالا یه اتفاق خوب هم افتاد سجل گفتین ما همیشه حسینیو مثال زدیم اپیزود پیش گفتم که آرزو گفتم که یک کاش مثلا پرسپولیسی ها می اومدن حمایت میکردن شماره کارت میگرفتن بالاخره یاد اون باشه یه چیزای کری قرمز نیست رنگی نیست ارزشش بیشتره این دفعه پیمان بابایی دیدم واقعا دمش گرم استوری گذاشته بود محکوم کرده بود یک کاش بقیه استقلالی هم میکردن حالا فوتبال ما هی هفتگی یک آره. که اتفاقاتی میفته متاسفانه بعد شاید... هوادارشون هم استقلال هم این آره. کارو آره. کرده این دفعه آره. بودن. واقعا آره. از این نظر بهتر بود شاید خیریتیه که هی بهمون به یادآوری بشه اون جملات آقا هیوا تو اپیزود پیش که آقا یه چیزای مهمتر از فوتبال و قهرمانی اینا هست اینجا هست ای کاش بقیه‌شون هم می اومدن سمتش منو بذارید خودشون میرن میذارن آره هواداره استقلال هم خیلی پرشور اومده بودن توی بحثا همه آره با وجود اینکه من استقلالی محکوم کرده بودن هواد... این اتفاق در... قشنگه برای این داستان بود این کار نکنید دو روز دیگه همچین اتفاق ممکن برای خودشون بیفته دیگه آدم مثل این حتما جایی دیگه هم هست دیگه بعد همین سپاهان اون موقع که الان باز میخوای بگی توپ جمع کن بودی <تصفح> 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 یه لیدر داشت به اسم حاج مهدی عرب انقدر آدم متشخص و باحالی بود این مهدی عرب رفیق علی پروین فرق میکنه آره نه با اون فرق میکنه مهدی عرب اصلا بزلگو با مزه باحال با یه صدای باحالی می یه چیزایی میگفت شعاراشون هم انقدر دار و با مزه بود مثلا یه چیز شبیه دیکته رو میخوند و تکرار میکردن هوادارهای سپاهان بعد من نمیدونم از اونجا واقعا با چه سیری رسیدیم به این که اصلا نگاهشم میکنی حالا مجبوری ما هم دیگه مثل چیز بشیم مثل استوریای ست جلال و اینا فرشت فرشتن دیگه آره نگ... سیویلش سو... هم که کجه به قول کامیاب <تصفح> <تصفح> نه حالا اینکه چیز مهمی نیست گمه توی بقیه خسلت های بعدش اصلا خب این رکیک بودن همه چه هستی محمد آهنگ گوش کرد مثلا تو فکر کن داری آهنگ گوش میکنی توش فوشه میری اینستاگرام کامنتار رو میخونی توش فوشه میری یه جای دیگه توش فوش تو فوتبال که همش فوشه و این جایی که همه جا, همه جا هست یعنی اون آدمی که تو استان داره فوش میده از مریخ نایمده دیگه همونی که داره, داره میده. تو گوشی همزمان داره توهین میکنه میاد اونجا توهینش رو علنی تر میکنه ها چیز هم کام کامیار الان مثلا توی تویتر فوش دادن نشونه کول cool بودنه دیگه الان همه دخترها مثلا ادبیات رو دیدی مثلا 20 سال پیش اگه دختری این شکلی حرف میزد کنسل بود اصلا دیدن. ولی نشونه کول cool بودنه و با این ادبیات دارن با هم حرف میزنن و شاید من سنتی هم. ولی به نظرم فرق دارن که تو پای گوشی موبایل چیزی بذاری با اینکه بری یک جا فریاد بزنی و اون شخص رو به روت چشش نگاه کنی, کنی، و حالا این هم که میگیم فوتبال همش فوش قبول دارم آه. ولی خب مثال نجات پرستی که تو اروپا زد آقا هیوا اون یک مثالیه که خب اونجا هم فوشه اونجا هم تو جامعه و خیابونش این برخوردهای های نجات پرستانه هست ولی یک جایی تصمیم گرفتن تو ورزشگاه جایی برای نجات پرستی نباشه و از اون به بعد شروع کردن یک حرکتی کردن من میگم الان ما اینا قبول کردیم که فوتبال همش فوشه و هیچ تغییری هم بلی بلی محمد بگم. بده. تو با همون بازی اروپایی وقتی یه بازیکنی میاد کنار زمین اوت میندازه هوادارای چیز اون دارن داد میزنن یه حتما دارن فوش میدن اونجا که چیز نمیکنن مثلا تشویقش نمیکنن دیگه ولی کسی خیلی بعدا رو اون مانو نمیده ببین من نمی... نمیگم که این اتفاقی که افتاده ب... چرا این چیز میکنیم چرا مثلا بهش توجه میکنیم هواداره خب مشخص این... این نگاهی که داره نگاه قرون وستایی اصلا این که سر جای خودش ولی من همش نگرانیم که این دستمایه یه تصمیماتی بشه بگن آقا دیدید دی این جوریه اوکی آقا اومده فوش داده این فوش داده اونم فوش داده دیگه دو طرفشون فوش پرسپولیسی هم که دست نزدن برای اونا بایده. همون خانومان وردشتن چیز کردن اشتباه بوده انتخاب جا براشون اشتباه بوده و همه چی از اونجا شروع شده این یه اشتباه دفعه بعد میتونید اصلاح کنید اینا یه جای بهتر بهشون بدید این ماجرا این همین سالا اومدن حالا چهار نفرم فوش میدن میدن خب تایید که نمی کنیم ولی به خاطر این بازیو که نمیشه به هم زد از فردا بگیم آقا نمیدونم نه دیگه را ندیم دیگه دیدی اینا خانما رو دیدی داشتن فوش میدادن من دیدم یه سری های این ویدیو خانمایی که فوش دادن رو دارن میذارن آقا نه نا امید شدیم فلان شدیم اینجوری شد جامعه همین دیگه اصلا میگم واکنش درست اینه که بشینن فکر کنن که چجوری این فضا رو میشه بهتر و چجوری کرد. میشه و اتفاقا من میگم که مثالش اگرچه قابل مقایسه نیست و ما من دارم تمرین, و تمرین یه تیمی و مثال میزنم در مقایسه میکنم با بازی که اصلا قابل مقایسه نیست ولی به هر حال تو همین چند هفته اخیر یکی دو بار تیم استقلال فکر کنم استقلال رو فقط دیدم من دیگه تو تمرین ها و آقایون میرن کنار هم میشینه بله. من فکر میکنم یکی از راهکارا من نمیگم همه رو درست میکنه ها اینم تست کنید دیگه همه شما حس و تست کردی همه چی حس و رو تست کردی درست نشد ورزشگاه نمیدونم سالها حذف کردی دیگه هی فضای ورزشگاه رادیکال تر شد شعارا خیلی بدتر شد نمیدونم الان هم این کارو کردید خب باز میبینید که شعار میدن یه بارم اینو تست کنید که بیان اینا خانوادگی بشینن من فکر میکنم کم من نمیگم صفر میشه ولی حدسم اینه که کمتر میشه وقتی کسی کنار خانوادش نشسته احتمالا اینقدر راحت فوش نمیده هممون اون اینجوریم این دیگه وقتی چه میدونم خانواده اون کنار اون نشسته ممکنه ادبیات اون یه ذره بیشتر مواظبت کنیم تا موقعی که با رفیقامون رفتیم و هرچی دلمون میخواد میگیم این فکر می که ببینید این تصویرایی که دیدیم از تمرین استقلال خیلی جبه جبه یکی از دوستای خودمون بچهای های مخاطبای پادکست و من پیغام داده که اونجا بود و گفت که خیلی جو خوب و باحالی بود حتی مثل سیلوا خانومش رو آورده و پرسپولیسی گلایه کردن درستم از گفتن آقا چرا و... تمرین ما رو را نمیدین حرف درستی دیگه میگه آقا اینا چه فرقی دارن با ما خ خب اینا رفتن هیچ مشکلی هم درست نشده دیگه کاملا توی یه جو خیلی خوب رفتن تشویق کردن تیمشون چرا پرسپولیس رو اجازه نمیدید بقیه تیم‌ها رو چرا اجازه نمیدید اینا ساعت نشینن هر کی بری ساعت رو داد با عنوان جایزه این آپشن رو بهش میدن آقا جنبندی جنبندی بحث پرسپولیس پاهان و یه حاشیه هاش یه چیزی بگید راهکار تور یه چیزی بگید دوزار گیرمون بیاد من گفتم راهکارمو من گفتم من گفتم این کارو بکنیم شاید ولی در کل اتفاقه به نظرم اونقدر اتفاق فاجعه باری نیستش تو همین استادیوم مثلا میگم الان تو این هفته های اخیر تو اصفهان هر هفته داشتن فوش میدادن به مورایی و خانوادش یک بار باشگاه سپاهان بهش بر نخورده بقیه بهشون بر نخورده اینجا یه اتفاقی افتاده که ممکنه نتیجهش منجر به این بشه که محدود کنن ورود خانوما رو یه دفعه همه اومدن اینجا مدعی شدن ولش کنید رگ غیرتتون رو بذارید برای جای دیگه آره من بخوام راهکار بگم راهکارش قطعا آره حزب هیچ چی نیست نه حزب خانوما نه حزب نمیدونم یه سری دیگه الان سری راهکار دارن که سریع جلو ورود اینا رو بگیریم جلو ورود اینا رو بگیریم جلو ورود اینا رو بگیریم آره. نتیجه این شده اصلا آدمایی که میرن استادیوم خیلی ها دیگه خودشون نمیرن میگن جای ما نیست حالا مشکلات دیگه داره نمیدونم بخوری میشی فلان اینا یه سری قشری دیگه اصلا نمیرن یه سری دیگه چیاد اینا رو اینا نمیرن اگه میخوایم درست اتفاق هم باید همه برن ما اگه اعتقاد داریم که درست هم از فرهنگ عمومیمون قابل دفاعه وقتی همه اون آدم ها دور هم جمعشن اونی که فریاد میزنه به مادر یک بازیکن توهین میکنه اون یه کمی شاید بیاد پایین که این هم عملیاتش از بالا یعنی من واقعا هیچ هواداری نه این قدرت من ازم نداره که بره فضای استادیوم رو درست کنه تاش که خودش فوش نده بغلیش فوش میده یا خودش مثلا چیزی نکشه ولی اگه واقعا فکر این, این که فضای استادیوم رو درست کنین راهش این نیست که جلو ورود کسی رو بگیرین اتفاقا راهش اینه که راحتتر قشرهای مختلف بیان همونطور که دیدیم تو بقیه مراسم اینا سرباز میاد دانش آموز میاد فلان میاد اینا اینا بیان استادیوم و فضا رو براشون بهتر کنین خود به خود در یک فرایند طولانی مدت البته شاید بهتر بشه اگر حس چرا مثلا میرید دم دستترین چیز اینه که مثلا خانوما رو را ندید چرا این کانون هواداران رو ملغا اینان دارن بالاخره اینا اغلبشون دارن پول میگیرن دیگه یا یک امکاناتی دارن میگیرن یه تسهیلاتی میگیرن از باشگاه ها از بودن در اون جایگاه یه امتیازایی دارن دیگه ما دیدیم دیگه یه سریاشون که خیلی هم وضع مالیشون توپ شده یه سریاشون مسافرت میرن یه سریاشون اتفاق خوب براشون میفته خب اینا مسئولیتشون اینه دیگه یا یا نکنه ما اشتباه میکنیم شما یه مسئولیت دیگه به اینا دادید برای یه روزای دیگه اگه مسئولیتشون که مدیریت کنن جو استادیومو که فوش ندن که خوب باشه آروم باشه خب الان برید یقه اونا رو بگیرید دیگه چرا میرید یقه چهار تا مثلا هوادار بیچاره رو میخواید بگیرید چرا اونا رو دارید محدود میکنید یه عالمه هم هستن این دوستان چیز بوخچی الان اسمشون شده لیدر این بوخچی ها که الا ماشاءالله دیگه هر جایگاه چند تا دارن دیگه هر جایگاه دیگه به اسم دیگه میگن جایگاه نمیدونم 36 کیو کیو جایگاه 8 کیه کیه اینا ها مشخص دیگه همشون خب برید یه بار یقه اینا رو بگیری بگی آقا این چه وضعیه آره این بوخچی سپانیا خیلی تو چش بود ولی خودمون گول نزنیم بقیه بوختی هم که حالا بعضیشون بالا در اومدن آره اونا تو این موقعیت قرار نگرفتن و طرز فکری اون تو حاکمه که اینه خروجیش از القابی که آره. بهشون دادن مردم مردم که اینا چی کارن خیلی چیزای فرهنگی و جذابی نیست آره یه خوردم بزرگ نمایی هم نکنیم من دارم حتی فیلم آره. خود منم مثلا این, نگاهی که خود منم انگار توم جا افتاده که قدیما بهتر بود 20 سال پیش اینجوری نبود اون موقع هم بوده الان شاید یه ذره بیشتره اصلا این ادبیات جاری در استادیوم دیگه معمولا این بوده باید یه ذره اگه احساس کردی پررنگی حالا کم رنگترش ترش کنی و اگر نه که اگه فکر میکنی تو میتونی اونجا رو تبدیل کنی به مدرسه فیروز بهرام <تصان> اتفاق نمیفته اونجا به حال استادیومه و مقتضیات خودشو داره ادبیات خودش رو داره حال خودشو داره اوکی ببین راهکارش اینه که فقط زمان یعنی تمرین کردن کنار هم بودن که این اتفاقا هی بیفته هی بهتر بشه دفعه بعد دفعه بعد دوباره کاملتر بشه که این اتفاقا رخ راهکارش قطعا حذوی نیست دیگه مگه اون آقای که فوش میداره دفعه بعد ممنونش میکنیم استادیوم رفتن رو براش راهکارش اینه فقط تمرین کردن احتمالا همچین چیزی جدید بوده اون آقایی که اومده اون صحبت کرده شاید دفعه اولش بوده که مثلا هم اون جایگاهی که صحبت کردیم از گام صفر اشتباه بوده که اون بالا بوده ولی اونم حالا اومده یه خودشیرینی کنه چیزی گفته براش جدید بوده همه اینا باید باعث بشه که دفعه بعد تکرار نشه دیگه دفعه بعد اتفاق بدتری رخ نده فقط تمرین و زمان و کنار هم بودن یه راهکار دیگه شم جمله خواهم که مسئول داشته باشه الان مسئول این تغییر جایگاه کیه ما واقعا نمیدونیم سازمان دیگه، باشگاه پرسپولیسه، باشگاه سپاهان نمیدونم نیروهای یگان ویژه‌ای ان که اونجا آقا بالاخره یکی باید یک مسئولی باشه یک مسئولیت تذیری. مورد سوال قرار بگیره آقا این اتفاق تو ورزشگاه آزادی افتاد الان از هر کدوم از مدیرا سوال کنی میگن دست ما نیست فلانی گفته فلانی گفته فلانی گفته لازم میگه راهکارش اینه که راه آقا مسئولی بذارم مشخص شدی. با اختیارم داشته باشه مسئولیت با اختیارش باشه اگه واقعا میخوان درست آره یه خودم در انتخاب بخچی برای تیماتون بیشتر دقت کنید واقعا بعضی از سه کیلومتری بینیم معلومه که بدار چه اتفاقی ممکنه بیفته اصلا باور کن نمیدونست که چه حرفای سنگینی داره میزنه فکر میکرد یه بامزدگی داره میکنه و همه بامزدگی بازی در میاد اگه وایرال بشه همه میخندن به بامزدگیش اون کناریش هم که تایید کرد و خندید اون دیگه زارن لیدر رسمی باش رسمن و کد داره و آره. میگه سپان نگ... باشگاه سپان نگران اینه که در واقع چیز نیست مدعیه که میگه آقا این لیدر رسمی ما نبوده بغلیش دیگه لیدر رسمی بود آره اصلا فکر نمیکردن که چه حرفای سقیلی دارن میزنن و تایید میکنن و این نشون میده که تو چه ذهنیت تو چه سطح فرهنگی و ای کاش اگر یکی رو میذاریم اونجا که یه جمعی رو قرار کنترل کنه لول فرهنگیش لاغر از یه استانداردی بالاتر باشه اه... بریم بیایم استقلال رو بگیم ها دوست داری یه موزیک برات بذارم کام خیلی خوب موزیک گوش دادیم و زیبا شدیم میگه گفتمش عاشقتم گفت محبت دارید ای به گور پدر آنکه ادب یادش داد خب یعنی در راستای اینکه با ادب بودن اونی که جواب دوست دارم مرسی آره مرسی نیست خلاصه با ادب بودن خیلی جوان به نمیخوره استادیوم هم که اصلا جای خیلی با ادب بودن نیست اومدیم از گودال هاشیه بیرون میخوایم بریم به متن بازی استقلال تلکتو بپردازیم اگرچه که میدونم اونم متنش لاغره و دوباره میریم تو هاشیه و تغییر مدیرامل و نکونام و داستانهای مطلابه آره به قول رضا گفت اونا ایده داشتن که یه کارایی بکنن ولی نهایتاً سف سف شد اینا اصلا ایده بود که سف سف کنن دو اونا دو میشه اونمی... تراکتور اینا میشه استقلال آره نه ارجاع داد به بازی پرسپیس سپان استقلال تراکتور ایده سف سف آره بازی که واقعاً خیلی بیشتر هیچه هیچه هیچ بود ایچه هیچه هیچه هیچ آره ببین چیز عجیبی چرا سف چی شد یهو؟ همه <applause> <applause> ببین اما چیزی که این بازی تو ذوق میزد تماشاگرا بودن که اصلا عملا یه جورای قهرن دیگه چرا چی شد یهو سر اون داستانای خمز و اینکه تیم بستن اینجوری و و خلاص شدن انتخاب احتمالاً از انتخاب متحری راضی نیستند و انتظارشان یه اسم بزرگتر بیاد خب اینکه که معلوم موقته اینکه که مشخصه که موقته میگه میشه یه بازی به این حساسی یه دفعه اینجوری ولی خب شاید از فصل نامید شدن دیگه البته هنوز شانس سومی دارن شانس که حسفی هم دارن یه سوال این بازی رایگان بود یا نبود؟ چون اون بازی که رکورد زدن و خیلی چیز شده بود رای... بازی های بازی پولی هم که بازی های پولی هم, هم باستن پر کرده بودن با قیمت ارزان آره این نکته ببخشید نکته ای این که اش وایس ما اینکه بازی ها رایگان میکنم و سازمان لیگ میاد جریمه میکنه باشگاه رو حالا ای زون در میذاره مثلا رایگان میکنه دمش گرم ولی نکته اینه که سازمان لیگ که الان میگه چرا رایگان کردین فکر بازی پرسپولیس سپاهان این مالک جدیدشون بانک شهر میخواست رایگان کنه نذاشتن اگه یه وقت اینا بیلیت گرون میکنن میاد بگه چرا بیلیت سی سه هزار تومنه چهار هزار تومنه چه امکاناتی داریم میدین یعنی که فقط اون جیب خودشه و اون سایت بلیط فروشی و اون جاهایی که پولی از بلیط فروشی در می که انقدر سفت و میسه هیچ باشگاهی حق نداره رایگان کنه البته تو دنیا هم درست واقعا رایگان رای نمیکنن آره. و مثلا چیزای حمایتی میذارن تیشرت میدن تا سویچی میدن نمیدونم مثلا تغذیه و اینها میدن شاید اون راهکار بهتری هم باشه الان الان من نکته اینه سازمان لیگ نگران چیه این کارو کرده نگران سهمی از بلیت فروشیه که خب میتونه بره با باشگاه دیل کنه بگه آقا من به هر حال مثلا آره سهم منو باید بدی یعنی میخوام می بگم سازمان لیگ باید دغدغش دق این باشه که استادیوم پر بشه دیگه شما به عنوان کسی که مسئول این لیگید جذابیت این لیگ به اینه که پر بشه سکوها سکوی خالی نداشته باشی آره باید استقبال کنی آره ولی تو نگ... بخش نگ... نگران سهم خودتی برو با باشون یه دیلی بکنی یه جوری دیگه اون سهم تو بگیر دیگه آره راه درستش همینه دیگه واقعا میگم سازمانی خودش در راسته حمایت از تماشاگر چیکار میکنه که حالا اون برش وای میسته میگه پول منو بدین ام. اینا اتفاق عجیبی بود نه. میاد میاد نه با... میدونیم میان ادا اینو در میارن که آقا مثلا هیچ جای دنیا رایگان نمیکنن بخشی از درآمدزایی باشگاه اوکی تو اگه نگران درآمدزایی باشگاه بخش اصلیش که پخش, ب... چیز حق پخشه برو اونو سرش د... د... دعوا بکن دفاع کن چرا اونو ساکتی ولی اینجا که میریسی میگی آره هیچ باشگاهی هیچ وقتی جای دنیا مثلا رو رایگان نمیکنه شما باید بیایید از این بلیت فروشی پول در بیایید حرف درستیه ولی بخشی از در واقع واقعیت رو داره میگی بخش بزرگترش اینه که حق پخش که درآمد اصلی باشگاه هاست محرومن ازش و تو هیچ دفاعی نمیکنی اونجا اونجا کاملا ساکتی پنج بیرون بودیم از گوداده هاشی الان دوباره برمیگردیم محمد منو کشون هول ببین خب این دوتا بازی خیلی بهش انتقاد شد دیگه چه اینجوریه معمولا هم وقتی این بازی اینقدر بد در میاد از شانسشون همزمان با شبه لیگه قهرمانانه اون بازی سافر هم رو شبه لیگه قهرمانان بود این دوتا هم که اونجوری خب ببین تراکتور با متحری بازی جام حذفیشو برد تو پنالتی زباهن برد و اونطوری اومد تو این بازی و کاری که اون توی اون بازی جلو زباهن تراکتور چهار دسته 1 بازی کرده بود یعنی ریکاردو آلوز پشت مهاجمش قرار داشت درخت کریسمس نه اون دیگه خیلی <ك crochet> شاید بیدم <تصفح charac himself> <تص <rico> <assessment> برای این بازی ولی یه تغییر آرایش داد حالا ما سر اون بازی نساجی که تراکتور با مربی موقت یعنی قبل از متحری بود بازی میکرد گفتیم دیگه اون 442 که اون بازی استفاده کرد یه جورایی شبیه پرسپولیس مثلا اواخر برانکو یا پرسپولیس دوره احیاست که احتمالا اونجوری ترن تو اون نتیجه گرفتن کار کردن و همین متحریم دقیقا همین کار کرد دوتا تا مهاجم رحمان جعفری که متحری متحریک متحریو گذاشته بود هم به خاطر انگیزه اش تیم سابقش حتماً و هم دو تایی بتونن پرس کنن یعنی از اون کارهایی که مربیای ایرانی معمولاً می‌کنند، ها آره ما... یه, ف... یه, نیم فصل اونجا بود دید که آقا این مثلا توانایی اینو نداره بازیش نمیداد یه دفعه این اومد فکر کرد که این انگیزه داره آره جلوی تیم سابق عبدی و متحرر آره. رو همزمان بذاره آره. یعنی انگیزه رو چقدرم بد بزاره. بود آره. چقدر ضعیف بود بهتر آره. آره. و... بود میگم اون ضعیف بود آره طرفش این بود که اون این کارو بکنه و حالا پرس کنه بازی از وسط استقلال نیاد بالا و این 4 2 3 1 تغییر داد به 4, -4 استقرارم هم که همون فقط محمد خالد آبادی توی دروازه بود جای حسینی و رمانی بار توی این فصل و خب موقعیت آنچنانی هم حداقل با مجبور واکنش نشه موقعیت خود تراکتور مثلا به موقعیت بازی رو از دست دادی از زیر پای حسین زاده رفت و تراکتور هم بیشتر برای بازی روی ارسال بلند روی فضای پشت ایمان سلیمی فکر کرده بود جایی که هاشم نژاد و تو هاش 442 سمت چپ قرار داده بود و اون ضعف سلیمی تو روی بازی مستقیم تو بازی با مس دیده بود دیگه می‌خواستن همچین کاری بکنن از طرف استقلال یه ایده ای داشت حالا اینجا هم اشاره شد دیگه دقیقا که روی توپای بازی... این بازی که همش توپ رو هوا بود یعنی نمیدونم خاطر چمن یادگاره یا واقعا اومده بودن همچین کاری انجام بدن توپ رو هوا بود و توی اون ارسال توپای بلند پف رو بفرستن توی حالت شبیه سه 4 چاریک میشه استقلال رو بفرستن سمت چپ و اونجا از اون توپ برگشتی رزاوند و زوبر نیک نفس استفاده کنن و توپ رو بدن به پف اونجا از خلاقیت مشارپوف رو اونگ استفاده کنن استفاده که دو بازی خیلی رو توپ بلند فقط صرفا باطر سابوندن برای مهداد محمدی استفاده نمی کن. برای موقع سازی استفاده میکنه به این شکل و یه راه دیگه استقلال که اون رزاوند رو میاره کنار زوبرنیک نفس و جلالی رو میده بالا ما شاید میاره سمت چپم اون بخش رزاوند رو با هاشم با رزاوند میامد داخل نمیذا شکل بگیره اون بخش جلالی هم که میره بالا هم خیلی توی بازی نتیجه بخش نبود بلانکو بلانکو هم خیلی تو بازی نبود کام یارد نمیدونم بلانکو خب تو این هفته خیلی تو بازی استقلال پر رنگ دیگه هم تو پایین میاره به قول شما ها. و هم, هم مثلا صابوندن و ایناش با وجود که بازی خیلی رو هوا بود ولی خیلی بنانکو تو زمین نبود هم آقاسی هم شجاع هم خوب سر میزن آره خیلی دقیقاً. سرعت دارن یعنی آقاسی که فکر میکنم سعی تقریبا بیشتر باعتش. توپا رو اون دوتا زدن یعنی یه دونه صحنه داره آقاسی که خودش فکر کنم لو میده میاد انقدر سریع میاد از جلو پای مداد محمدی میزنه ولی که ازش جلوتر تراکتور همین ایده و یه جایی تغییر میده همون ارسلان که گفتی میره بیرون امیرسان رو سین زاده میاره تو تغییر آرایشم هم میده تیمی که 4 3 این فصل بازی کرده برمیگرده 4 3 اون نیم ساعت آخر بازی میکنه و به خیلی بهتر میشه دیگه شرایطش 4 3 که ولی بازی میکنه یه فرقی با دوره خمز داشت اینکه مهدی حسینی رو برد راست و ریکاردو آلوز رو دست چپ حسینی قرار داد هم دست راستش هدفشون هم این بود که حالا تو اون چند دقیقه دو تا موقعیت از این درست کرد کاری که توی جام حسمی مثل رفسنجان با استقلال کرده بود و اینجا انجام بدن ها دفاعی استقلال خارج کنن بازی چشمی بود نیم اول الان زوبر نیک نفس رو میخواستن خارج کنن اه... چجوری خود گستابا که اومده تو خط ها و نزدیکتر به اه... یعنی یه ذره بالاتر نزدیکتر به زوبر نیک نفس قرار بدن اونجا بهش توپ بدن اون برگردونه دوباره خود گستابا بره فضایت بین چشمی و زوبر جا بگیره و اونجا چشمی رو خارج کنه موقعیت درست کنه یعنی به تموقت بازی هم تقریبا اصلا همچین چیزی به وجود اومد بعد در نهایت هیچ یعنی تاکتور که احتمالا فقط نگاهش به جام حذفی باشه استقلال هم در نهایت قماری که کرد جواب داد دیگه دقیقا من فکر, دیداد... من فکر میکنم م. که جواد نکونام تصورش این بود که اینجا هم تو برنامه که چیز بود اینجا لایو بود اشاره شد به نظرم جواد تصورش این بود که پرسپولیس امتیاز میده به سپاهان و لازم نیست خیلی ریسک بزرگی ورداره و بیاد خیلی انتحاری جلو تراکتور بازی کنه که ممکنه مثلا بازی رو بده کلا و بعد اصلا دیگه هیچی خیلی بره تو در واقع بحران از اون طرف برای متحریم اگر یه سف سف میگیره از استقلال خوب بود دیگه یعنی اون چیزی که بچه ها اشاره کردن که ممکنه مثلا هوادار خیلی چیز ناراضی باشن از انتخابش حداقلش اینه که نباخته دیگه دو تا بازی اولش اومده برای همین سف سفره به نظرم بازی بود که انگار خودشون جفت جفت تیم براش آماده بودن و خب اون ریسی هم که جواد ورداش بالاخره جواب داد دیگه این تصورش این بود که پرسپولیس این بر امتیاز میده و امتیاز هم داد دیگه کسی آره چیزی همون... دست نداد همون جمله که درباره دربی هم میگفتن دیگه ماجرای صفر دربی اونجا این ریسک نکرد از اون ور انگار راضی بود و فکر میکرد اگر مثلا بخواد یه خورده ریسک کنه دربی رو به بازه خیلی اوضاع سخت میشه مثلا جبران سه امتیاز اون موقع سه امتیاز عقب بود دیگه جبران سه امتیاز رو بذار بذارم برای بدتر اینجا جایی نیست که ریسک کنم و دقیقا یه صرف, صرف مثل همون در اومد اتفاق بعدی که میتونست بیفته این بود که مثلا پرسپولیس بره سپاهان ببره که پیش بینیش درست در اومد در واقع انتقادی من بگو بگو به حرفاش داشتم تو کنفرانس بعد بازی گفتش که حالا بازیکن نداشتم نمیتونستم جور دیگه بازی کنم بازیکن هجومی و اینها میگن که حالا اینو بارها گفتیم جواد نکنم حتی دومم بشه با استقلال کار بزرگی کرده اصلا شکست نیست ولی اینکه تو سف سف میخوای بکنی بعد پای تصمیمت وایسا دیگه یعنی نگو بازیکن نداریم تیمایی هستن تو همین لیگ اون که بازیکناشون به مراتب ضعیف دارن فوتبال تماشاگر تره حالا چه بره. بهتر بدتر نمیدونم مثلا شمس آذر مثلا رفسنجان آلومینیوم با اون بازیکن‌ها چهار تا پرسپولیس زدی دیگه یعنی این بهانه نیست دیگه این مهدی هاشمی که یه بار صادقانه گفت بعد بازی مثل رفسنجان بود که دو دو شد گفت آقا بذارین ما همون بازیمون رو بکنیم ببریم آره دیدی خوب شد اینم صادقانه ماشینا نمیگردن کلمه زشت و زیبا استفاده کرد اسم تیم بازی خودشون رو بهش آره ننداز گردن بازیکن نداشتم مدیریت و اینا آره اوکی شاید بازیکنایی که خواستی رو نگرفتم ولی دیگه داریم میبینیم تو همین لیگ بازیای بقیه تیم‌ها رو داریم میبینیم یه قوری هم من واسه انتخاب همین مطری می‌خواستم بزنم حمید مطری بچه تیم ملیش دستیار تیم ملی بود دیگه الان شد سرمربی موقت نمی‌دونم دستیار ترت مربی آینده تراکتور هرچی آقا من هیچ واکنشی از کادر فنی تیم ملی آقای قلدنوی آقای نبی کانال فدراسیون فوتبال خود سفرج خودش انگار آقا یا این آدم ارزشمندی بوده در تیم ملی که وقتی رفته خب باید واکنشی بدی یا ازش تشکر کنی نمیدونم یه ریاکشنی بدی آقا من یک آدم ارزشمند کادرم رفت یا آدم بی ارزشی بوده اونجا همین جوری بوده دوره همین جمع شدیم که واسه اون انتقاداتی که بخشی از دستیان آقای قلنوی تو همه این ماها می کردیم درست بوده دیگه اینکه شما همین جوری هر کی بیکار میشه چون خود الله حمید مطری بس شخصی نیست ولی خود حمید مطری واقعا نساجی کنار گذاشته شد او شد رفت کادر تیم ملی الان یه پیشنهاد خوب اومد رفت خب آقا این که ما این همه مثلا میگیم دوره کیروش یه سری چیزاش واقعا خوبه اینکه شأنیتی برای تیم ملی خودش قائل بوده اینکه این اینجوری میره میاد هیچکی نمیفهمه خدا داد عزیزی وقتی میاد هیچکی نمیفهمه وقتی میره هم نمیفهمه پارسال خود سعید الهویی حالا انصافا اینکه که منطق داشت سرمربی گلگوهرمون همزمان هم دست یافت موقع میگفتن چون حالا گلگهر مربی نداره گذاشتن ولی آقای قلعه ناید. خودت یکم یک شن این دستاراتو ببر بالا بعد انتظار داشته باش ما قبول کنیم که شما تیم خوبی جمع کردی دورو برای خودت این اینقدر واکنش نشون ندادن از سمت تیم ملی و فدراسیون یکی ای این برنامه های تلویزیون خب تصورش بر این بود که مجری تصورش بر این بود که قراره که همزمان با تراکتور آقای متحری متعر... تو تیم ملی هم بمونه و با این مقدمه اصلا مقدمه گفت گفتش که آره خب حالا ایشون دو شغله است باید ببینیم چجوری آماده کرده بود یه برنامه حمله کنه به چیز یه دفعه محسن معتمدی که مدیر رسانه تیم ملی آور رو خط گفتش آقای معتمدی که چه میشه فلان گفت نه ایشون تو تیم ملی نیستن دیگه آره جدی میگی تموم شد بس خب گفت این نظر آقای قلنوی هم است گفت بله نظر آقای قلنویی هم است ببین اینه که حمید مطری و چیزی که ما شنیده که تیم ملی خیلی رضایت نداشت ازش احتمالا اونجوری که از رحمانم خیلی مثلا اونجا نقشی نداره یا کسای دیگه این نقشی ندارن و برای همین به نظرم حتی من میتونم تصور کنم که با کمک خود آقای قلنوی رفته اونجا بالاخره همون جوری که اون موقعی که رفت نساجی گفته شد که آقای قلنوی به خاطر رفاقتی که با آقای حدادیان مالک نساجی داره حمید متحری و معرفی کرده اونجا کمکش کرده سفارش کرده یا هرچی اینجا مم. میتونه اینجوری باشه اگرچه خب یحیام با همین رفیق رفیقه و بحث اینه که یحیا امسال نمیتونه یه جایی یه چیز کتبی نوشته شده که یحیا گل محمدی این فصل نباید روی نمکت در واقع لیگ بشینه و خیلی هم تلاش کرده بودن که آقا اونو چیزا رو یه تبصره یه چیزی براش قائل شید و اون درست نشد اون چیزی که کتبیه اون تغییر نکرد ولی احتمالا از, از اول فصل بعد میتونه و بحثش هست که این به عنوان دستیار یهیا و شاید همین الان یهیا هم ارتباط داشته باشه باشه اون تا تیم ملی من چیزی که شنیده بودم اینه که مجموعه در واقع مجموعه کادر فنی و اینا خیلی تمایلی به ادامه کار حمید مطهری نداشتن و چیز پرسناکی هم که شنیده این میشه اینه که قرار جاشو بدن به افشین قطبی اصلا میگن جا رو باز کرده برای یه جا باز کردن نه. قبول نمیکنه بیا دستیار چندم وایس از کانادا بیاد اینجا اصلا خیلی عجیب و غریبه واقعا دو... یه بار گفت نگاه در اون قطبی نگاه. آخه یه ذره چیز نکنه حالا نمیدونم اینجوری هم نیستش یعنی میگه قبول میکنه یه اسم دیگه میدن آقا حرفا زدن تو این مصاحبه ها و گفته بوها تلویحا قبول کرده ولی همه فکر میکنن قرار از راه دور کار کنه البته ماجرا از چیز شروع شده از یکی از مصاحبه های آقای قطبی شروع شد دیگه گفتش که امیر قلنوی فرگوسن فوتبال ایرانه بعد اون این علاقه دو طرفشون خب این نگاهی که شبیه یه سفره پهنه حالا تو هم با ما خوبی بیا بشینیم باید عوض شد دیگه به خدا اون پولو بدن دستگاه نمیدونم ماساژ وارد کنن نمیدونم نمیدون، نرم افزار آنالیز بخرن یه اردو خوب برن با اون پول خیلی سودش میشه انتظار اینه که... محمد انتظار اینه که اگه افشین قطبی بالاخره یه رزومه ای داره ده. دیگه افشین قطبی مربی ناشناخته ای نیستش مربی تیم ملی بوده پرسپولیس بوده فولاد بوده تو ایران اه... کادر فنی بی بیاد بگه یا مثلا فدراسیون بگه آقا ایشون قرار کدوم مشکل تیم ملی رو حل کنه به چه دلیل آیا کادر فنی به چه دلیل به این نیاز احساس نیاز رسیده که افشین قطبی بیاد چون همونجوری که محمد میگه در تمام این ماها ما چیزی که شنیدیم که آقا کادر اوکیه کادر خیلی خوبه همه گفتن آقا این کادر ایراد داره نمیدونم بار چیز وزنش, کمه. وزنش کمه باید یه ذره وزنش بره بالا و مدام همیشه این بوده که نه مشکلی نداره خب الان اگه قطبی میاد خب بگید که مشکل چیه دیگه بیاد بگید آقا ما این مشکل رو ما داشتیم قطبی رو به این دلیل داریم میاریم مثلا تجربه بین مثال دارم میزنم میگن آقا تجربه بین کار کادر مثلا کمه که البته خب اون دستیار ایتالیایی شد اون فوق العاده است ولی به هر حال ممکنه این باشه ولی اینکه اینو نمیگید اون وقت اون بحث پیش میاد که محمد میگه انگار یه سفره پهن حالا امروز این رفیقمون بیاد سر سفره بشینه فردا اون یکی بیاد بشینه آره ولی اگه به فرگوسن گفتنه که ما یه فرگوسنی بگیم بریم با هم چیز کنیم دیگه یه پستی بگیریم کجا میخوای بری تعریف کنیم نه دنبال چی الان <applause> نه میخواد بری تو کادر یا جای دیگه باید فکر کنم اول نه ولی گفتم میخواستم اول بریم نه تست کنم جواب میده یا نه سخنگوی باشگاه نمیخوای بشی جایی نه بابا سخن بردم بگم نه من... <تصفح> <تصفح> <ازا> شما شنیدی <تصفح> من سخن بگم مدیر فن... مدیر فن... مدیر فنی نه مدیر مدیر, برنو... مدیر, اجرایی چی چی این که آقای الف این تو چند تا باشه اجرایی اجرایی نمیخوای بشی نه اجرا سخته من مدیر برنامه یه نفر بودم اونم که هیچ برنامه ای نداشت <applause> باره گفتم اگه نیست آره با با یه بار با ما اومد دفتر ما با اون ما. با اون دوست بازیگر و موکلش یاده <applause> چیز افتادم که ما فرگوستان رو بگیم متری ششانیم نویدون هم مدزده گفت اگه اینجوری که ما یه قسم بخوریم بریم نارو خونه باشیم <applause> همه با هم بریم نهار خونه باشیم آقا تراکتور که میگفتی و چیزی که بردن و نبردن پرسپولیس محمد تقوی چند هفته پیش داشت میگفت وقتی عثمان جا افتاد و دو سه تا بردش رو آورد گفت خیلی پرسپولیس خوبی شده و این خواهد برد و اینا استقلال که از اون امتیاز میده اگر پرسپولیس سپهان رو ببره قهرمان میشه یعنی اون روز دیدش و همین بازی بود که بازی که مهمه و باید ببره اینه که خب نبرد از منظر اون فکر کنم قهرمان نمیشه آدم. رضا هم یه جمله داره میگه هر دوشون با نساجی بازی دارن تو قائم شهر هر کدوم نساجی رو تو قائم شهر ببرن قهرمان من فکر می‌کنم یکی نساجی یقه یکیشونو میگیره ولی اینکه کدومشون باشه آره یا یکیشونو یکی دیدی... بگیره که آره دیگه دستمونه آره. ولی اونم شاید هر دو ببرن یا هر دو نبرن آره. همزمان به جز اون بقیه بازی همون هم اون دی هفته گفت چرا دیگه بازی, با بازی, بازی پرسپولیس هفته آخر با مس داره پرسپولیس با مس داره پیکان هم تیمش پیکان اگر توی یه دونه سقوط باشه یه دونه بازی با گلگوهر داره استقلال با گلگوهر یه بازی داره شنفزر تو قزبین به همه اینا وقتی وسط جدول داشتن روز آخر بازی باشون خیلی راحته تجربه همیشه میگه وسط جدولی ها که دیگه امتیاز براشون مهم نیست به بالایی ها به پایینی ها یعنی مثلا گلگوهر تیم قوی تری بود یا نفت آبادان ولی نفت سنتیاز رو میخواست گرفت گلگاهت هر... نمیخواست نگرفت پرسپولیس استقلال یکم فرق داره دیگه ماندگار میشه اسم. الان سوهیل صح آره فداکار رو این همه میگیم من پارسال تا حالا تو قهرمان عوض کرد ملوان دوره آره. دو یه منصور پولیدری دیگه قهرمان تعیین کرد قهرمان رو عوض کرد عوض هفته کرد. آخر آره. ولی برای اینا که دارید میگید استثناء هست دیگه معمولا معمولا از این روزای آخر آقای چرا میخندی واقعا استقلال خوزستان نساجی که تو منطقه سقوطن تیم های خطرناکتر بازی سختریه تا پیکان و حتی رفتنجان چیز رو نمیگه تیم خودشونو رو نمیگه <laughs> 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 اینقدر راحت داره میبازه مشتبه پذیرفته از انکار ما یکی اینکه تموم شدیم یکی اینکه دیگه بازی نداریم باشون با هر دوشون بازی کردیم و پرشوگیستان سگیچمون رو باختیم تموم شد دیگه سپاهان هم بردیم آره فولاد استقلال خوزستان و نساجی دنبال اون یه دونه دیگه هم که بحث جدولم گفتی حالا هفته پیش صحبت کن راجع به این بازی رو در رو تفاضل گل اینها این هفته آقای قمرزادی مصاحبه کردن خیلی اصلاً عجیب اصلا زد زیر همه چی اصلا تفاضل... باور نکردن گفتن که اول هم تفاضل بوده آقا شما جدول لیگ پارسال رو نگاه کن خودت به عنوان مسئول سازمان یکی از مسئولان فدراسیون سازمان لیگ آلومینیوم عراق و فولاد امتیازشون عین هم شده تفاضل گل آلومینیوم بهتر فولاد هفتمه به خاطر همین بازی رو در رو باید. ایشون میاد در تلویزیون میگه اصلا تا حالا اجرا نشده میگه میشه انقدر چی میگه ما آه نمیدن گفت تا حالا اجرا نشده آره از سال 98 حتی مجری آقای پیمان یوسفی بود مثال قهرمانی استقلال و فراد مجیدی رو زد که اونجا هم بازی رو در رو به نفع استقلال بود تا کام سه هفته زودتر گفتن که استقلال قهرمان شده چون بازی رو در روش بهتره و گفتن نه استقلال با اختلاف امتیاز قهرمان شده و اینها حالا این مثال در نبود بچه ها گزارشش رو کار کرد تو سی سد هم پیار سال هم فارسال دو تا تیم این آلمینیوم و فولاد پارسال به خاطر بازی رو در رو جاشون عوض شده حالا جالبه مثلا من هم... میگه اون جدول ما که نیست جدول مثلا یکی از این باشگاه خودش واکنش نشون بده بگه اگه اینطور آقا ما هفتم شدیم هشتم نشدیم مثلا ولی و الان میرسه هفته آخر هم سر سقوط کردن هم سر سو... هم سر قهرمانی دوباره این داستانا پیش میاد دوباره همین دعواها دیگه آره آره به خدا با همین کلک ها آبادان رو میندازن پایین حالا... آره بازی مستقیمتون آره بازی... مستقیم. اگر نه ما طفظ... ما همه بازی رو در <applause> <applause> خب استقلال ترکتور دیگه چی داره که بریم داریم میرسیم به اون تایم موضوع آزاد دیگه تا همون رو جمع کنیم استقلال ترکتور ببین من میخوام به بونه این قهر تماشاچی ها یه چیزی بگم ا... این که تماشاچی همیشه حق با تما... اغلب حق با تماشاچیه بالاخره اون توقعی داره از تیم از باشگاه و اونا یه وظایفی دارن باید انجام بدن دیگه وقتی وضعیت باشگاه خوب نیستش وقتی اتفاق عجیب غریب میفته اینکه اونا قهر میکنن یه وقتایی به نظرم میشه بهشون حق داد اگرچه خب آدم فکر میکنه که شاید یه روز بهتری باید برای قر انتخاب میکردید نه یه روزی که تیم نیاز به حمایت و اینا داره ولی من در عین حال اینم یادمون باشه ما انتظار داریم وقتی داریم در مورد کار کار عمیقتر تو فوتبال صحبت میکنیم بالاخره این طرفدار فوتبال هم یه جاهایی باید یه ذره فکر کنه دیگه آقا باشگاه تراکتور نابسامان اوزاش تو این چند سال یه اتفاق عجیب غریب توش افتاده ولی به هر حال باشگاه تراکتور, سازی، تراکتور تو این سالها یکی از مدعیان بوده یکی از چهار تا پنج تا تیمی بوده که همیشه اسمش سر زبون بوده مشکلات مالی نداشته اغلب ما یادمون نمیاد مثلا بازیکن اونجا به مشکل خورده باشه بگن آقا نمیدونم چکش برگشت مشکل داشته نمیدونم مشکل سفر داشته مشکل هتل داشته این چیزایی که حتی استقلال پرسپولیس هم درگیرشن این به این معنی نیست که به من میگم همه کارهایی که آقای زونوزی اونجا کرده تاییده ولی من میگم تا زمانی که یه پلن دیگه‌ای ندارید یه جانشین دیگه‌ای ندارید برای اداره اون تیم به این فکر کنید که زدن این آدم باعث میشه که مثلا باشگاه تراکتور مثل استقلال پرسپولیس بیفته تو بغل دولت دیگه و ما هم سرنوشت تیم‌های دولتی رو تو همه این سالا دیدیم دیگه آقای زونوزی جز معدود باشگاهی حالا ما بازم صحبت این که آقا کجا آورده اینا رو ما نمیدونیم ولی به هر حال واقعا خصوصیه استقلال پرسولیس الان خصوصی شدن ظاهرا رو کاغذ ولی نیستن ما میدونیم دیگه صحبت کردیم اون دفعه در موردش که آقا اینا ب... ب... اصلا نمیشه اسم خصوصی گذاشت روشون چون مدیریتاشون معلومه دیگه همین جایی که الان هستن معلومه چه جوری انتخاب شدن دیگه این مدیرای هلدینگ و مدیرای بانک و اینا ولی اونجا نه اون, اون آدم واقعا داره بنگاه خصوصی داره شخصی داره هزینه میکنه برای همین به نظرم اه... هوادارا هواداره تراکتور اگه انتقادی هم میکنن همش حواسشون باشه به این منجر نشه که اون بازی کلا به هم بخوره انتقاد دارن ما هم خودمون اینجا گفتیم آقا اونجا تو بحث مدیریت تیم مدیریت باشگاه دور و بر آقای زونوزی قابل نقده آدمایی میان کارهای عجیب غریب میکنن همین مهتیپور تو این اپیزود داستان جان توشاکو گفت دیگه که اصلا گفت بابا زمانی اومده بود بنده خدا میگه اصلا هیچی اینقدر پرت بوده از مرحله که مثلا متیپور رو گذاشته بوده فوروارد دیگه شماره پیرنش آره میگه که به خاطر اینکه شماره پیرن من چیز بود شماره نه بوده آره. آره میگه منو گذاشت فوروارد بعد پهلوانو گذاشت پو... پر... گذاشت پر... پشت سر من خب این, این آدم رو کی آورده دیگه اینو همین آدمایی آوردن که تو باشگاه تو این سالها در واقع قدرتی داشتن و تصمیم گیری کردن این نقد آقای زنوزی وارده و هوادارم میتونه نقدش کنه ولی به هر حال نباید نادیده بگیریم که این آدم اومده اونجا و الان داره برای فوتبال اونجا هزینه میکنه تقریبا باشگاه تراکتور دغدغه ای تو این سالا نداشته هم. از نظر هزینه از نظر مدیریت مالی و این داستانا آره درسته ما تو می‌خواستی بگی نه کامل گفتن دیگه میگیم اگه انتقادی بود به این بود که ایشون که داره خرج میکنه بهتر خرج کنه هنره درست خرج کرده من یادم همیشه اون قرارداد با کوین کنستانت میفتم که میلان اومد نمیدونم مشکل قلبی داشت چی بود اصلا بازی نکرد رفت شکایت که 800 هزار یورو گرفت یا همین مثال توشا که آقای با گفتن آلزایمر گرفته بود اومده بود و یعنی این دست رو تغییر بده تراکتور چرا نباید مدعی اصلی قهرمانی لیگ باشه چه دیگه خمس آوردن مثال موفقش بود ما این تعریف کردیم که چه آدم درستی آوردن چرا به فوتبالمون کمک کرده یعنی که قبلش برده. اومده بود اونم خیلی انتخاب درستی بود ولی خب این که همینا هم خیلی اینجا دووم نمیارن حالا خمس باز یه ذره دلایل فرامتنی داشته هم. ولی این بی ثباتیه یه ذره آزاردهنده است وگرنه خب این که این آدم داره اونجا کمک میکنه به اون باشگاه که کسی منکرش برده. نیست اصلا انتخاب یحیی واقعا از انتخاب, درست انتخاب درستی بود آره. یعنی اگه گزینه خارجی دوباره میخواستن بیارن تا بیاد آشنا بشه دوباره بازیکن بهش میندازن از این جور صحبت ها میشه ولی یحیی هم انتخاب هوشمندانه ای بود کامل شناخت داره تو همه تیم بوده تو خود تراکتور بوده و نظرم سال بعد میتونه سال موفقی باشه براش آره از استقال ترکتور فکر کنم چیزی که میمونه اینه که باز خانوماشون رو را ندادن در واقع یه بازی فقط در باز شده بسته شد یک بازی در باز شد و اونجا بدون هیچ دلیلی هم ها به خاطر ماجرای عراق اونجا بسته شد مثلا نه سیمسون ها که در باز آره واقعا و اینم جای تاسف داره دیگه چی ماجرای جدایی خطیر از نکو هم فکر کنم در نهایت ببین اون ماجرا یه اشاره کردی به کنفرانس خبری جواد نکونام قبل از بازی که در مورد بازیکناش و اینا که بازیکن ندارم و این داستان ها به نظرم اصلا ماجرای خطیر و جواد نکونام و این اتفاق جدیدی که افتاد بر کناری خطیر اصلا از چند روز قبلش کلید خورده حالا اونجوری که دارن میگن چیزایی که ما میشنویم اولا نشون یه سری نشونه رو میتونیم تو کنفرانس های جواد نکونام ببینیم که همین بحثی که داره انتقاد میکنه میگه من مهاجم ندارم و فلان اینو میتونیم ببینیم یا مثلا یه جای دیگهش که دوباره بعد از بازی خیلی انتقاد تندی کرده از گفتش که ما هوادارا نباید شرمنده باشیم کسی دیگه باید سرش پایین باشه اینا هنوز قبل از برکناری خطیره در حالی که خب چون پرسپولیس هم این برهن نبرده بود قاعدتا خیلی چیزی به هم, ن... به هم نخورده بود و اونا صد بودن شاید نیازی به این حملات نبود چیزی که گفته میشه از سمت در واقع اردوگاه خطیر ما نمیدونیم چقدر درسته حالا بعدها احتمالاً هیئت مدیره میاد اینا رو میگه میگن که داستان این مدلیه که خب کادر فنی آمادگی اینو داشته که بعد از بازی با تراکتور انتقاد کنه از در واقع مدیریت بهونهشون چی بوده بهونهشون اون که شنیده بودن باشگاه پرسپولیس از مالکین جدیدشون پول گرفتن و بخشی از قرارداد بازیکن‌ها رو دادن و تو استقلال این اتفاق نیفتاده خطیر احتمالا اینو متوجه میشه و روز چهارشنبه بود بازیشون دیگه دوشنبه شروع میکنه به رایزنی با هلدینگ با شخص زارن آقای الیاسکری و باش یه ارتباطی میگیره و همون دوشنبه میگن که حسین حسینی و چشمی هم به چیز گفته بودن به خطیر گفته بودن آقا وضع مالی خراب و چرا کاری نمیکنه اینا اینم نمیگه که دارم یه کارایی میکنم بدون هماهنگی هیئت مدیره بدون اطلاع هیئت مدیره و آقای شهریاری که نماینده هلدینگ تو هیئت مدیره است بدون اطلاع اینا میره با خود آقای علی اسکری رئیس هلدینگ هماهنگ میکنه و یه پولی صبح روز سهشنبه به حساب بازیکنها و مربیا میره 15 درصد ظاهرا بازیکنها و 10 درصد کادر فنی مجموعش دو تا روایت هی. یکی میگه 5 میلیارد تومان یکی هم میگه 80 میلیارد تومان مجموع این 15 درصد و 10 درصد میگن که اینجوری بوده بعد سه شنبه که این اتفاق میفته یه دفعه مثلا خب خود شهریاری که حالا اومده اینجا نشسته و خودش رو نماینده در واقع هلدینگ میونه این اطلاع نداشته و شوکه میشه که این پول کجا اومده چجوریه و بعد صدا میکنن خطیر و خطیر میگه که خب من از هلدینگ گرفتم میگه خب چجوری گرفتی گرفتیم من که نماینده هلدینگ هم تو جریان نیستم و اینا و اونم میگه آره من مثلا با رئیس هلدینگ این تماس گرفتم و این همین اتفاق باعث میشه که بهونه میشه احتمالا که تو بدون هماهنگی هیئت مدیره و اینا این کارو کردی حالا مثلا دوستان خطیر میگن که اگر این کارو نمیکرد بهونه میشد اون وقت میگفتن آقا تو پول نیاوردی این کارو که کرد دوباره بهونه این بوده که آقا تو بدون هماهنگی این کارو کردی بعد جلسه تشکیل میشه با حضور آقای شهریاری و خب آقا شهریاری عضو هیئت مدیره نیست یاد اون باشه تو همه این ماها هم استقلال هم پرسپولیس به شکل کاملا خندهداری هیئت مدیرشون زوجه یعنی چهار نفره یادمون رفیقمون رفیق که همیشه یه رفیقی داریم من و که تصمیم گیری ها همیشه برایش سخته و خودش همیشه به شوخی میگه میگه من هیئت مدیره درونیم زوجن هیچ وقت به رای گیری که میرسه معمولا دو به دو سه به سه میشن اینجا پرسولیس استقلال هم هیئت مدیره چون زوجه از چهار نفری که تو هیئت مدیره استقلالن ظاهرا آقای آقا محمدی این هم یه اتفاق بامزه است که از موقعی که بهش حکم دادن حتی یک روز هم نیومده هیئت مدیره خب اینو باید از وزیر بپرسیم آقا چجوری شما به ایشون حکم دادی؟ یعنی قبلش باش صحبت نکردی؟ که آقا ما رو داریم تو رو میذاریم عضو هیئت مدیره دیگه مگه میشه عضو هیئت مدیره بشه بعد یک لحظه چیزی که من, من شنیدم حتی یک روز یک لحظه در هیئت مدیره در باشگاه استقلال در هیچ چیزی حضور نداشته ایشون آقای آقا محمدی که نیومده از سه نفر بقیه در واقع دو نفرشون ظاهرا با آقای شهریاری هماهنگ بودن نفر سوم آقای صمیعی بوده که خب به خاطر اینکه با آقای خطیر کار کرده و اینا یه ذره احتمالا تمایلاتی داشته به خطیر یا اینکه حداقل تو رودروایسی بوده بعد پیشنهاد میشه به ایشون که آقا شما خودتون به عنوان سرپرست انتخاب میشید و خب ایشون هم میپذیره قبول میکنه که به عنوان سرپرست بیاد و اینجوری سه نفر از چهار نفر و عضو هیئت مدیره میان و اون تصمیم میگیرن که اینجا تو برنامه زندگی که همزمان دا اینجا داشت پخش میشد خبر اومد و عادل خبر رو گفت بعد بچه ها زنگ زدن به آقای خطیر گفت من تو جریان نیستم راستم میگفت چون اصلا جلسه تو باشگاه استقلال برگزار نشده بود تو دفتر یه دفتری برگزار شده بود که بعدا عکساش اومد بیرون همین بچه های 360 هم گذاشتن معلوم بود این دفتر دفتر یکی از دوستان آقای سمیعیه و البته دوست احتمالا آقای آجولو که قبلا مدیر عامل باشگاه بودن تو اون دفتره برگزار میشه در مورد اینکه چه کسایی دیگه اونجا بودن خیلی بحث هست از جمله یکی از نزدیکان آقای شهریاری که همون یکی از همون بندگان خود اون حروف اختصاری دوروبر تراکتوره که میگن که با آقای شهریاری هم خیلی نزدیکه قبلا هم با آقای شهریاری کار کرده جای مختلف همشون این دارن آره یکی از اون عین همشون یه دونه عین داره. بله ایشون میگن که ایشون هم بوده تو جلسه حالا بوده یا نه رو نمیدونیم ولی به هر حال الان یه سری استقلالی ها اصلا ناراحتن میگن این آدم اصلا نباید اینقدر پررنگ بشه و آدم خوشنامی نیست و به اضافه اینکه پرسپولیسی هم هست کلا در موردش اینو گفته میشه و این نتیجه ای که در واقع این تصمیم رو میگیرن بعدا خب نشون هم دادن که آقا تو برگه این در واقع تصمیم تصمیم هیئت مدیره است امضای اعضای هیئت مدیره هم پاش بوده و آقای خطیر برکنار میشه واکنش بعدش هم که دیدیم جواد نکونام هم گفت همه خوشحال شدن یه سری ها انتقاد کردن جواد نکونام گفت آقا این چه واکنش بدی بود میتونستی یه ذره حداقل حفظ ظاهر کنی مثلا همون جوری که خطیر اومد گفتش که بعد که خداحافظی کرد تشکر کرد از کادر فنی تو هم میتونستی بگی آقا یه دوره بوده تموم شده یه سری میگن نه آقا این صداقتشونشون داده اصلا فیلم بازی نکرده کسی که تمام طول سال با هم دارن دعوا میکنن الان نمیتونه بیاد علکی بگی آقا حالا خسته نباشید دست در نکنه همش اینا داشتن با هم دعوا میکردن در نهایت خب جواد نکنم این بازی رو برد بازی که از اول فصل همش سوال این بود که کدومشون میبرن و یه تصور این بود که اگر جواد نکونام یه بازی تو زمین نتیجه نگیره و عقب بیفته این فرصت رو میده به خطیر که خطیر جابجاش کنه حتی یک دوره ای شایع شد که خطیر مربی خارجیش هم انتخاب کرده آورده دوبه و, و با هم مذاکره کرده منتظر بوده که حکم بر, بر کناری جواد رو بده و حتی گفتن حکمش هم آماده بوده که با یه دخالتی از جای دیگه و بعد اون ماجرای آشتی کنونشون با علی دبیر و اینا که اونو ظاهرا کنسل کرده یه فصل خیلی عجیب و غریبی بود برای این همکاری با یه پایان عجیب یعنی ما فکر می‌کردیم حداقل اینجوری که برای این 4 5 هفته دیگه جفتشون همدیگه رو تحمل کنن تا بره تموم بشه و به عنوان قهرمان حالا بعدش دعوا رو اونجا بکنن که کی سهم بیشتری داره از این قهرمانی ولی خب به نظر میرسه جواد قبل از خط پایان حریفش رو حذف کرد دیگه حریفو حذف کرد خیلی شکل قشنگی نداشت بعضی جاهاش از جمله همون این که گفت همه خوشحال شدن و راضی شدن حالا گفتی البته یه دوگانه بود ولی خیلی جاهای این دعواه شکل قشنگی نداشت توی در طول فصل میگفتیم دیگه باشگاهی که صد نشینه دیگه ولی هوادارش اونقدری که باید لذت ببره نمیبره چون درگیره یه چیزای دیگه هم هست این روایته که گفتین که آقای خطیر 5 میلیارد تومان پول ریخته واسه بازیکن‌ها این نکته جالب داره کنفرانس قبل بازی تراکتور جواد نکونام میاد از آقای شهریاری یا سرد شهریاری و آقای علی اسکری تشکر میکنه که 15 درصد قرارداد دادن و حالا اگه این روایت درست باشه اون زرمسل محبوب ما تو پادکست آقای خطیر هم پیاز خورده هم, هم چوب خورده, خورده آقا موشا هم... با آره. بده بذارید من دخالت بکنم توی مورد داره آره و خیلی عجیبه دیگه یعنی هم به خاطر اون پنجاه میلیاردی که گرفته پول بازی کنار داده از یه طرف اخراج شده به این بهانه از یه طرف هم جواد اومده از اونایی که اخراجش کردن تشکر کرده که پول ریختیم البته ما نمیدونیم واقعا چون آره. روایت این بر رو نشنیدیم دیگه این چیزیه که ما این بر بر خوندیم در مورد اینکه آقا خطیر رفته خودش مستقیم با علی ارتباط گرفته و این پول آورده. قادتا علی آقای علی اسکری میتونه بیاد توضیح بده که آیا اینجوری بوده یا نه یا مثلا کسای دیگه شه آقای شهریاری یا هر کسی دیگه ای که اون سمت هستش که آیا آقای خطیر به این دلیل برکنار شده چون این توضیح هیچ توضیح در مورد برکناریش نداده اگر هولدینگ مشکل داشت با علی, خطیر روزی که اومدن گرفتن همون موقع باید برکنارش میکردن دیگه نه هیچ چیزی از اون موقع عوض نشده تا الان دیگه حتما یه اتفاقی پشت پرده افتاده حالا چیزی که ما شنیدیم اینه اینکه درست باشه یا نه رو یه اره، 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 اره نکته دیگه اصلا هم موقعی که آقای یعنی خ... یعنی هولدینگ مالکیتو گرفت آقای شهریاری ها که قبلا فوتبالی بودن دیگه مدیر عامل سوابق قم بودن بعد معاون مالی سازمان بودن زمان خود آقای علی اسکری ایشون رو به عنوان نماینده هولدینگ در باشگاه گذاشتن هم موقع سری شنیده بود که حق امضای آقای خطی رو گرفتن مقدمه ای که ایشون ولی بحثی که من داشتم راجع خود آقای خطیر میخوام نگاه کنم ما اپیزودهای اول این فصل صحبت میکردیم میگفتم رفقا پیش بینی کنن که آخر این فصل علی خطیر میمونه جواد نکونا میمونه هر دوشون میمونن یا هیچ کدوم تا یه جایی فکر میکردیم علی خطیر میره چون عوض کردن مدیر خیلی آسونه یه آمار فنی هم بگم از مدت از زمانی که رضا درویش شده مدیر عامل پرسپولیس اصلا 5 تا مدیر عامل عوض کرده یعنی انقدر در تلاطم بوده اون باشگاه ولی این چهارشنبه شب که برکنار رو به قول آقا دل به مهدی مهدی بور کف کردیم همه واقعا کسی انتظارش نداشت شب اون بازی این مدلی آقای خطیر دوست صمیمی آقای نکونام از کار برکنار شد اگه باید صحت و سقمش رو شما کف کردین به زمان از کف کردین علی خطیر وقتی من باشگاه استقلال میخوام راجع خودش صحبت کنم هوا داره خوشحال بودم بعد از یک به نظر من به اسم حجت کریمی اومد که اون لاتولوتا رفته بودن تمرین اون اتفاقات تو انتقال به ایران شکست خورده بود یه آدمی اومد که واقعا رزومش مرتبط به فوتبال تجربه کار داره تو خود باشگاه استقلال استراماچونی آورده و همزمان خیلی هم جاه طلبی داره دوست داره رئیس فدراسیون بشه رئیس ایف سی بشه و این آدم از همون اول انگار مسیر اشتباه رفت یعنی سرمربیشو به هر شکلی که اون موقع به خاطر اینکه نذاشته بودن بیاد و اومده بود جواد نکونام و محبوبیت زیادی داشت نتونست مدیریتش کنه در طول این ماجرا نتونست و الان به نقطه ای رسته که اگه اصطلاح قهرمان شه کسی سهمی از این قهرمانی شاد ولی خطیر نده و برعکس اگه قهرمان نشه بشه مقصر اول و این خیلی واسه من عجیب بود نمیدونم پشت پرده چه اتفاقاتی افتاد قطعا تو این دعوا حق و یک طرف نبود هم جواد نکونام مقصر بود هم علی خطیر مقصر بود ولی اینکه این آدم با این ادعاها و این سوادها و این تجربیات اینجوری قافله رو بوازه هم جواد نکونام میتونیم بگیم خیلی خوب بازی کرده هم علی خطیر خیلی بد حالا من این سال بپرسم اگه جای خطیر بودید از اول فصل چکار میکردید؟ مثلا اول فصل وسط فصل این دعوا ادامه پیدا میکرد میذاشید به اینجا برسه یا یه کار دیگه میکردید استفا میدادید برکنار میکردید نکونامو به بنظرم جواد نکونام حداقل در ظاهر میگه برای تیمم دارم میجنگم میگه چرا عارف آقاسی رو به خاطر دو میلیارد نخریدین چرا و رایت را کردین چرا از اینجور صحبت ها؟ حداقل در ظاهر این کارو براش میکردن بازی مشتاق چون الان دنبال مدیریت یه آه. چیزی گفتش آره. ولی خب نه هنوز با پیچیدگی های مدیریت خوب آشنا نشدن <تصفح> میخوام <تصفح> <تصفح> یه دوره بگذرونم بعد برم. فعلا فرگوسنش و واقعا اینقدر داشتن به همین فکر میکردم که اینقدر بیگانم با برام زیربته که نمیدونم واقعا میتونست برکنار کنه مثلا داشت اگه برکنار کرد تقریبا عمر فوتبالش تمام شد. دیگه تیم مربی تیم صدر جدول اگه منجر به عدم قهرمانی استقلال میشد اون فوتبالی خود خطیر هم تمام میشد دیگه نکته اینه که برکنار نکرد ولی یک سندی اومد بیرون که مثلا اجازه از هیئت مدیره آره. گرفته برکنار این هم موقعیه که میگن آره. که یه مربی خارجی ما برده بود آره. دبی و يعني... نه خب اگر برکنار میکرد یه مربی بزرگ خارجی می آورد چی مثلا مثلا این استراما آره. یه اسم می آورد یعنی شاید الان برگردم از اون کارو بکنه چون الان آره. شکست خورده آره. و اون موقع شاید شکست میخورد. شاید درامده. ولی به هر حال حالا که ظاهرا هستش اینه که استقلال چون داشته می برده و تیم داشته می رفته به سمت قهرمانی من تصورم اینه که این فکر می کرده که یه جایی بالاخره یا کم میشه این دعوایه که کم نشد یا فکر می کرده که به هر حال اگه قهرمانی بشه من سهمم از قهرمانی بر می دارم و فکر کرده که این تیم شانس قهرمانی داره و داره میره به سمت قهرمانی اگرچه خب این ورد مثلا اطرافیان جواد نکونام پالسایی که بود این می بود که خطیر خیلی دوست نداره تیم قهرمان بشه رسایی که بودش میگفتن آقا اگر مثلا نشونهایی هم از نظر اونا بود که آقا این داره اذیت میکنه که تیم قهرمان نشه فلان نشه اینجوری نشه اونجوری نشه نمیدونم ولی به هر حال این کیس عجیبی بود تو مدیریت فوتبال ایران ما <تصال> چیز عجیب غریب دیده بودیم ولی این رو ندیده بودیم که اون نکونامو برکنار نکرد نکونام رو برکنار کرد بالاخره آقا درباره نکونام که حالا هستین این ماجرایی که امید روانخواه خواهم گفت و اونا رو کجا داشت میگفت کنفرانس بعد بازیش بود دیگه امید, امید, امید دوست نزدیک آقای خطیره و نامزد چیزم بود نامزد آکادریاست آکادمی, اکادمی باشگاه استقلال یعنی قرار بود که بشه به زودی احتمالا رئیس آکادمی, اکادمی بشه اکادمی. به جای امید تو آمی خیلی به تیم نزدیک بود مثلا چه فصلی بود سرمربی دیر اومد گفتن امید تیمو آره. بسته براشون اونم زمان آقای خطیر بود اونم دوره خطیر بکنم. بود ولی یه آره زمان این قشنگ آدمه آره. که گفتن تیمو بسته بود به نظرم خیلی حرفای توندی زد آره. درباره نکونام چون وزن این آدم به نسبت اونا اونقدر بالا نیست شاید اونقدر مثلا سر و صدا نکرد <تص> یا شاید دیگه قراره دیگه که سر و صدا بکنه واقعا با... یه بازی با هم پیروز قربانی صحبت کرد راجع به استقلال چون میگم دوستیشون خیلی عیانه شاید بالاخره دو طرف هم دوستان زیادی در رسانه ها دارن که وز میدن آخه خود خطیر تازه نشد حمله بکنه به نکونه هم ولی الان که طبیعتا نمیکنه چون تیم داره قهرمان میشه و هر حرفی بزنه بعدا ممکنه همین یه ذره هم که تشمونه از آن واکنش درست بود که آرزو موفقیت کرد این عجایب رو میگین برکنانش هم خیلی جالب کانال باشگاه استقلال خبر رو گذاشت بعد انگار یه ادمین دیگه خبر رو حذف کرد بعد دوباره گذاشت یعنی بعد حکمش رو دادن ورزش سه گذاشت اینجا خطیر تو سی سرش تکذیب کرد یعنی خیلی عجیب و غریب بود ماجرا معلوم بود این جنگ درونیه بین همه هم. اعضای باشگاه هستش و از این به بعد یا دقیقا جنگه آرامشی پیدا کرده خیلی بال بود تمرین استقلام که باز گذاشتن هوادار رفتن جواد نکنم یه پست گذاشت ساعت چه روز زیبایی یا اینا از این رابطه که گات میشه یه طرف میگه من خیلی خوشحالم همه چی آروم آره دقیقا هم مدلی بود تو نباشی دوستام هستن ولی ادعای خود درباره پول گرفتنش و اینکه درصد بالایی از قراردادش 80 درصد گرفته با ادعاهایی که نکونان در طول فصل میکرد در باره پولی در در باره که نرسیدن. بگه من, من پول نگرفتم به خاطر سخت میگن کم شده بود. میگن اون کار نکرده مثلا. ولی ولی من شنیده بودم که مثلا مهتی آشمی نصب و بهزاد غلامپور اینا مثلا 80-90 درصد گرفتن پولشون رو خب نکونان بارها هم میگفت پول نیست هم میگفت ما عقبیم از درصد هایی که باید گرفته باشیم اوکی حالا نگفت خودش ولی وقتی میگه بازی کنه یعنی مثلا پول پارسال رو خیلی بحث میکردن سرش که ظاهرا یه پولی از پارسال که اون آپشنای عجیب غریبی که داشتن مال همین دوره آقای آجولو یادگار دوره آقای آجولو بوده اونا هنوز طلب دارن وازیکن و خب سر اون بحث داشتن ولی بیانش یه جوری میشد که قاطی میشد انگار مثلا این مدیریت مثلا چیز کرده ضعف ضعیف کار کرده اون پولا رو نداده و اینا حالا اسم آقای آجول آوردین نکونام خیلی علاقه داره که بیاد دیگه از زمان پاس رابطه خوبی داشتن با هم بازیکن هم استقبال میکنن از آقای آجوری چون قراردادهای نجومی رو براشون بسته و به نظر من که واقعا بعد از اون افتضاح حداقل یه هواخور داشته نمی کنم خودش بیاد فکر نمی من, من تصور نمیکنم خود آقای آجولو بیاد البته ما نمیدونیم روابطشون با هلدینگ خلیج فارس رو نمیدونیم چه جوریه هلدینگ خلیج فارس خیلی جالب بود آقای علی جز اولین اکتهایی که داشت پا شد رفیش علی دبیر این دیدی هر کی میخواد در واقع اتفاق خوب براش بیفته میره پیش علی دبیر جدیدن دیگه یعنی قرارشون هم جای دیگه ای نبود رفت اصلا دقیقا اینجوری که میرن پیش علی دبیر با همون تیپ معروفش هم میاد و اینا کچلوار میپوشن اون با لباس پلو با لباس چیز میاد لباس راحتیش میاد اونجا باشون عکس میگیره و آره اسم این خلیج فارس شد یه بحثی این دو هفته شد که اسم استقلال عوض کنن یه پسند خلیج فارس بذارن اول اینکه بنظرم خودشون فهمیدن که کار درستی نیست و یکم عقب نشینی کردن کار درست این, این که از این نظر که شما حاضرین هزینه رو بدین پس فردا رفتین ای اف سی اینا ماجرای مجسمه بازی سپان الاتحاد نشه اونا گفتن عربستانیا بازی نمیکنیم یا گفتن پس فردا حذف کنین هزینه میدین حرفتون برو داره تو ای اف سی یا نه که به خودشون به این نتیجه رسیدن که نه و وزیر ورزش مصاحبه کرد گفت فرایند قانونی باید تیشه این رو که میخواستم بگم اینه که به وزیر ورزش الان چه ربطی داره یعنی اگه شما این مالکیت این باشگاه رو باگذار کردی که دیگه شما نباید دیگه به امرو نه کنی بگی نه نمیتونم مثلا اسم خلیج فارس بذارن اگه هم نکردی نقش چیه این آدم ها رو هنوز شما تعیین میکنی یه بار بیا بگو که من الان پس فرده بدم یه اتفاق تلخی تو این باشگاه افتاد به شما مربوطه یا یعنی اونجا میگی ما مالکیت رو دادیم رفته این هم یه اتفاق عجیب بود و سوالی که من دارم این کسی نقش وزارت ورزش چیه یه که سوا مگه اسم عوض کردن مسیر قانونی داره اصلا قانونش چیه مثلا تاج شد استقلال مثلا شنیدی منصور میخواست تیما زنده کنه با آقای آتشی یا نمیدن پرسپولیس شد پیروزی دوباره شد پرسپولیس همش یه گعده بوده چهار نفر تصمیم گرفتن گفتن حالا اینو بذاریم مسیر قانونی داره مگه؟ نمیدونم از نظر در واقع کارهای اداره ایناش چه جوریه و چه روندی باید انجام بشه ثبت شرکت ها و ایناست دیگه قاعدتاً باید برن اینا یه عنوان یه شرکت ثبت شدن باید برن تغییر بدن دیگه مثلا مسیر قانونیش اینجوری میشه وزارت ورزش به نظرم چه جایگاهی که برای خودش تعریف کرده بحث نظارتیه مثلا میگه من همون جوری که تو مثلا فدراسیون دو دارم نظارت میکنم مثلا از این بعد رو فوتبال هم این مدلی چیزی که ادعا میکنن چیزی که ادعا کردن در مورد جایگاهشون از این بعد بحث نظارتی میگن ما تو جای دیگه چجوری نظارت میکنیم اینجا هم نظارت هم همین خواهد بود البته که من میدونم که چند تا وزیر تو دورای اخیر واقعا کسایی بودن که دوست داشتن بار استقلال پرسپولیس از رو دوششون برداشته بشه به دلیل اینکه تمام تمرکزش میره اون سمت و خیلی انتقاد معمولا هم انتقاد دیگه شما کسی یادتون نمیاد اومده باشه بگن خیلی خوب مدیریت کردی استقلال پرسپولیس و باری بیا برات دست بزنیم برای همین از یکیشون همین آقای کیومرس هاشمی بوده مثلا اون آقای گودرزی بود دوست دوستش واقعا استقلال پرسپولیس کاری بهشون نه اون که اصلا دوستش به فوتبال کاری نداشته باشه خب برخلاف آقای سلطانی فر که حالا در ظاهر دوره ایشون خیلی کارا برای واگذاری شد ولی به شدت علاقه داشت به فوتبال به شدت به در واقع یه چیز چیزای بکراندهای ذهنی داشت خودش از در واقع هواداری و اینا خیلی حالا این دخالتش میداد یا نه کاری ندارم ولی خیلی فوتبالی بود ولی فکر میکنم که امرس ساشمی بعدش نمیومد از اینکه که با گذار بشن این دوتا باشگاه آره درباره اسم فقط اضافه کنم به حرفهای محمد جز اینکه که ماجرا سیاسی میشد و داستان پیدا میکردن اونور بعد اگه در مقابل طرف هم میرفت یکی از تیمای عربی هم برمی داشت میخواست اسم اون خدیج جهدی رو بذاره اون وقت شما چه جواب میدادین داستان پیچیده نمیشد تا اون همین الان اسم لیگشون هم همین هست دیگه. می جام برگزار میکنن لیگ امارات این بود که برای ما چند سالی داستان داشتیم باش تا اینکه درست شد ولی فکر اسم یه تیمشون رو داشتن میذاشتن و حالا بیا باشون بجنگ واقعیت تلخونه که زورمون بهشون نمیرسه دیگه اگه یه روزی آره. زورمون میرسید واقعا اتفاق قشنگه یک مدل تبلیغ خوبه. یه توجیه ما برده بود ایشون اینو نگفته بود گفته بود که نگفته بود که ما به خاطر مثلا خلیج فارس و اینا این کارو میکنیم گفته بود که چون هلدینگ خلیج فارس زیر مجموعهاش همشون یه پسند خلیج فارس دارن ما این کارو میکنیم بعد یه نفر رفت و در و برد و دیدون هیچ کدوم از در واقع شرکت های دیگه ای که زیر مجموعهشن و الان سهامدار استقلال هستن خلیج فارس ندارن هیچ کدوم هوم... اصلا اونا هم داشته باشن اونا شاید همچنین حساسیتی روش نیست یکی بعد به اینا بگه آقا همشون هم داشته باشن اینجا فوتباله بلند میشی میری باشگاه آسیا بازی میکنی بعد اون ماجراها پیش ها میاد کامیر تو خیلی ساکتی من میرفتم مثلا اگه باخت سنگین میدادن جلو اینا بعد اونا مثلا تیتراش این بود که خرج فارس رو بردیم فتح کردیم اونجا هم که دیگه تو تقابل ما با عربا باختن محتمل تری تا دیگه تایم تا اینکه خب ببریم این نگاهشون ای نگاه به این ماجرات یاد چیز افتادم این نگاهی که این کارگردان فیلم پرویز خان داره البته قرارشون این هفته صحبت کنیم فرصت نمیشه آره. ولی یه جایی چیزای سیاسی و ای میاره علکی دا وارد میکنه به زور میخواد سیاسی وارد میکنه. آره. جنگ میکنه آره. به آره. ای که پیدا میکنه برای اینکه وستش کنه به جنگ آره خیلی من چون گفتم دو سه هفته پیشم اسمش آوردم خیلی مخاطبان زیاد گفته بودن هم صبر کردیم همه ببینن هم این که من خیلی دنبال یکی میگشتم که یه نگاه متفاوتی داشته باشه یعنی مثلا هیوا که دید پرسیدم ازش گفتم فیلم دوست داشتی موافقی گفت نه فردان دیدم زاویه نگاهش زاویه خود منه محمد همینطور گفتیم از بیرون یکی بیاد شاید احسان نازم بکایی من دیدم یه نقدی نوشته بود خیلی ازش تعریف کرده بود شاید شاید بریم همون رو پیدا کنیم چیزم اوکی بود دیشب زنگ زدم با پویان حرف زدم پویان دیدم آره زاویهش جوری هست که پویان همیشه زاویهش جوری هست که بحثمون بشه به قول مافیا بازا بازیمون بشه با هم دیدم بازیمون میشه ولی دوست نداشت که بیاد یه چیزایی رو تایید میکرد و اینا و دوست نداشت که بیاد دور و مثلا سعید مرابطی سینمایی نویس ما اون هم از نظر اتحادات فوتبالیش هم خب قویه و استادیوم برو بوده اون هم حرفایی که ما از نظر فوتبالی نقدایی که ما بهش داریم و داشت هم از نظر سینمایی هم ردش میکرد دنبال این بودیم که یک طرفه نباشه و حالا هفته دیگه به هر حال هر شکلی باشه حرف میزنیم چه یک طرفه چه دو طرفه هفته دیگه دربارش صحبت میکنیم کامی تو فکر کنم تا تعمونده که ما داریم جمع بندی میکنیم از بازی ها اگه چیزی مونده بود بگه تو همیشه بازی کوچیکام یه گاهی یه نکته ها های باحالی داری سفید چقایی این هفته چیکار کرده اونو دارم, اینا رو دارم, دارم بر... سفید چقایی و تیمش دادن ما رو ناکار کردن دیگه شجاعی ها بریم... چقدر گل میزنه هر روز که بریم پیش دوست خوب هم سفید چقایی خانوم چقدر خوب شده <تصفح> شجاعیان که عالی ببین این دوتا بازی بزرگ این هفته سف سف شد نون استاپرس سفز هم سف سف شد بازی که اینجا ویژه برنامه داریم سف سف میشه آره. و خب این آره خود عادل هم نشونه کرد. اینه که شاید در فانتزی خوب مدافع از این تیما برداریم بیارین الان پنج هفته مونده اونایی که از اون کارتاشون استفاده نکردن میتونن استفاده کنن نزدیک به اون جایزه بزرگه و راهکارش هم دفاع بردن از این تیماست یا الان جدول امتیاز آورترین هم که منتشر کردیم مثلا بازیکن مثل رضا جعفری که امتیازآورترین بازیکن فصله که این هفته هم گل زد برای ملوان استر و خوزستان اونم مثلا حتما از گزینه پرطرفدار فانتزیه و به حال کار این پنج هفته آخر هیجانش از همینطور تو پیشبینی دیگه میشه پیشبینی کرد این بازی ها سف سف میشه اون پنج هفته حتی ما الان جدول چیزی داری تو پیشبینی و که مثلا آیا کسی میشه کسایی که مثلا جزء پنجاتای تای برترم نیستن این پنج هفته بتونن بیان بالا شانس اینو داشته باشن که جایزه بگیرن اسم نبردی فقط جز <تصفح> تو چندمی من از موقع اینجا گفتم 1500 فاجعه شد گفتم 4000 هم این دو تا بازی که 0 شد پشتم 21 و 22 و 0 این فصل بود و کم نسبتن یعنی دو فصل پیش 47 تا 0 داشتین حتی باز مثلا بخوای با انگلیس که الان 35 هفته ازش گذشته 8 0 0 داشته این فصل مقایسه کنی اونجا دفاع نباید بیاری <applause> الان فرصت مونده دیگه از اون کارت هست این آپدیت فانتزی هم که تیم و رتبه ها برتر میتونید ببینید تارتار خیلی سف سف می داره قبلا تارتار قبلا خیلی می آره امسال یه خودش ف... اومد ملوان کلی میانگین رو آورد پایین دیگه میانگین گل زده بالای دو فکر کنم تو لیگ عدد دقیقش فکر کنم بالای تو که تو جام برای لیگ هم فصلی با مسعود سلیمان نیم فصل اولو بدون باخت اون کرد یعنی بدون با در حالی بالای جدولیا باخت داشتن ولی 5 تا برد داشت 10 تا مساوی اصلا یه آمار عجیبی بود 15 تا بازی اصلا یه در ورده بودن که آخر نیم فصل با فرمول متفاوت به یک امتیاز یکسان میرسه تا پارسال زبانش اینجوری بود سه چهار فصل پیوپی <applause> بای. اون امتیازارو میرسم حالا به هر نحوی حالا بازیای دیگه که گفتی صحبت پرویز شد بریم مثل افسانه گلگوهر که قائم اسلامی میخواد ستاره پرویز خان اونجا <applause> هست آره <applause> آره مارادونا مارادونا گلگوهر خب یک یک شد بازیش مسنوش برگشتن یه بهتر شده و اون آرش که اول فصل استفاده میکنه 4 3, -3 برگشته بهش و گلی که زد گلگوهر یعنی امضای این چند هفته سه تو جام هم همینطوری گل زد یه کاری میکنن که تو موقعیت ارسال قرار بگیرید یعنی یار روش نباشه اینطوری که تورست بیا لب خط هم اسلامی خوا و هم تیکدری از راست بیان داخل و اون فضا رو برای سانت کردن شرایط ایجاد کنن اینطوری گل زد در مقابل مسم که اون هم سمت راست دفاع گلگان هم برزای بود هم تیکدری مانع نفوذ محمد مهدی محبی بودند و در که یه دوم خیلی فشار بران روی اون درخشش ادامه دار واسه روز در به کورنر که فرستاد گل مساوی رو زدن اون بازی داربی که هم که واقعا مساوی هم برابر هم بودن مساوی شد اون سوی اقای عزیزم هم هم که این بازی از شب رفته بود راست یعنی فرق همه جا می درخشه و اون سوپر گل شجاعیان و گل بعدیشان خیلی عشان کریم اسلامی خب ولی سنتنف یه چیزی رو می این بازی دیگه اون اینجا هم اشاره کردیم که هوادار از عقب زمین حقیقی رو درگیر میکنه پنج نفره بازی سازی میکنن روی اون پرسپولیسن رو حقیقی مسیر بستن سمت راستش رو بستن یه پنالتی گرفتن یه وقت خیلی خوب داشتن نیمه دوم که نزدن ولی سنتن واقعا بد دفاع میکنه یعنی اصلا بله به نظر آخرین هفته که راجع بله روز... بگذاریم بله آخری... با این فرمون آخرین هفته که راجع به سنت هفته داریم صحبت میکنیم یه پا قدم منه برای تو آره پنالتی رو هم که قدیرزه حقیقی داد و شد رکورددار پنالتی دادن بین ها تو تاریخ هم زد یعنی با طالب و رحمتی بود فردا میاد به اینم اعتراض میکنه میگه این چه آماریه مثل کلینشید میگه مثل کلینشید اینو فردوسی پور آورده آمار پنالتی چه آمار 10 تا پنالتی داده بودن اینا و حقیقی شد 11 تا احتمالا هشت و نه تاش اشتباه داوری بوده اینو بگیم باباش نمیاد نساجی هم که گفتیم دیگه درخشش ادامه داره پولی آره و... چه قرص و محکم اصلا ببین تیم کامل اعتماد به نفسش برگشته اون اتفاقی که افتاده بود مثلا جل سنت نفت یا فاجعه بود تیم گلی خوردن اصلا دست و پای مدافعه میلرزید الان همون تغییر سیستمه اضافه شدن سام دلیری مدافع جوانشون که از ما که اومده همه رو کلینشیت گلم زد گل پاس گل پاس گل که اون دیگه گول. خیلی پاس گل نیست از وسط از این منصور <applause> جبران اون گلی که از صنعت خوردن اینجا ده ده خیلی قشنگ و گلم زد کلا اتحاد به نفس و روحیهشون همه چی برگشته و اصلا اون تیم مست... بیمار چند وقت اخیر نیست کامل. آقا, آقا. اعتبارش رو باید بدیم به ساکت الهامی آقا آقا. هر جا م... چیز می شما انتقاد میکنیم از ساکت الهامی ولی انصافا تو این دیگه تبهری داره که یه اعتماد به نفسی به تیمش میده وقتی اومد گفتش که مطمئن باشین این تیم نمیفته حالا رو کاغذ هم چنان اگه آقای توتونچی قبول کنه از ما رو کاغذ هم چنان احتمال داره که بیفته ولی به هر حال معلومه دیگه فاصله گرفته و اینو مدیون اون اعتماد به نفسیه که ساکت یه استفاده متفاوتی از مامرزا حسین داره میکنه که اون مسئولیتش برگ... از مسئولیت در واقع که ما همیشه وینگر لب خط میدیدیم الان یکی از اون ستافک آفک مرکزی دست راست همین منصور باقری بازی میکنه و خو خیلی خوب هم بوده این دو تا بازی آخر و 20 ضربه آخر در چارچوبو و سیف کرده پولی واقعا قبلا کجا بوده یعنی چه سری ها سری بی برزیل دیدم بوده ام. این پولی ها میگی پولی چون من, من... بازیکنه برزیل رو خیلی اشتراک دنبال میکنی آره آره نه همون حالا پولی لوان عزیزم فولاد هم تو این هفته که اتفاق اصلیش کنفرانس خبری و اتفاقی که بر تیمشون افتاده بود 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 ها بازی جلو آلومینیوم که یکیش نتونستن حفظ کنه آلومینیوم دوباره اون تغییری که در پرسپولیس داد و داد سه کرد انقدر توپ ریخت از سمت چپ با یونس اکبرپور تا گل زد و مصابی بازی مساوی شد شروین بزرگ بازی که. شروین بزرگ نیمه دوم آورد تو دوباره چهار دفاع کرد با شروین دیگه چیمون بازی؟ فولاد واقعا اصلا مح... نامحسوسه در لیگ دیدی مساوی های بیمن، ناباخت های بی من... بدون هیچ حیجانه، بدون فولاد انگار اصلا بازی نمیکنه. کنفرانس ویسی خیلی عجیب بود من نفهمیدم به چی شکایت داشت میگفتم حفاظت اطلاعات آره بیا آره, آره بیاد. نمیدون. مثلا ته چیزی که ذهن نرسید شاید مثلا گلی که نساجی زد به زبان گل اول مثلا دیده بود چیزی میگفت ولی چیز بی داشت میگفت خود پارسا جعفری سمت اون کنی که از نمیدونم از کجا با سفارش کی اومده تو تیمش بعدش توضیح هم داد میگفت فوتبالیست خوبیه ولی فوتبالیست, فوتبالیست خوبیه که حداقل 20 بازی تو 7 سال دیگه بازی خیلی کرد تا تا خیلی عجیب بودن هم نیست دیگه چیمون بازی؟ دیگه هیچ فوتسال فوتسال بود قهرمان شد آه،, آه, فقط شمس زرم با گلی که کشف عنایتی بود حسین بود از دقیقه 90 زد و بازی رو برد خود عنایتی اینو برد پاس گلش رو رفیق من اگه پاس گل حساب می‌کنی فخریان آره دیگه چرا پاس گل نباشه زیبا اون یه ماخه معمولا همین الان هم پاس گل بود همه‌شون نمره اسیست رفیقت. فخریان همون بچه سنناس که به استقلال گل زد داره خیلی خوبه نیم فصل اومده نه از اول فصل بود آقا این رفیق من یه بار آه. یه چیزی بگم میخواستم یه بار مفصل بگم الان وقتم نداریم فقط یه توضیح کوتاه بدم من میخواستم یه بار اینو بگم در مورد اغلب آدمایی که تو رسانن واقعا اگه بخوان کار درست رسانه ای بکنن رفاقت خیلی بی معنی میشه یه انتظاری آدم از رفیقش داره که اون انتظارات تو بیرون از این داستان رسانه و اینا بالاخره معنی داره دیگه تو میگه آقا رفیق باید یه جاهایی چشپوشی کنه یه جایی باید حال بده یه جایی باید حواسش بهت باشه ولی وقتی میایید این شغل ما یه جوریه که چیزی به اسم رفاقت اگر کارتو درست انجام بدی الان عادل فردوسی پور خب من دیدم دیگه یه کسایی مثلا از پرسپولیس یا بهش زنگ میزنن آقا نمیدونم این کاری که تو کردی ما با تو سلام علیک داریم یا مثلا از استقلال همینطور یا خود ماها خود ما سر همین پادکست مثلا از دوتا تیم به ما پیغام دادن دوستانی داریم تو دوتا دو تیم آقا شما ادعای رفاقتتون میشه بابا رفاقت به خدا این شغل شغل بدیه نمیدونم خوبه هرچیه ولی سخت اینجا اگر کار تو درست انجام بدی رفاقتت معمولا به خطر میفته معمولا بی میشه زیر سوال میره برای همین گفتم یه بارشون هی ب... یه وقتا هم تیکه میندازن که آقا شما گفتید فلانی رفیقتونه و... آره ما با کی کسایی سلام علیک داشتیم ولی همونام همین الان احتمالا با اون دل خوشی از اون ندارن و جواب تلفن اونو نمیدن خب به خاطر اینکه کلی اونام میشینن نکته در میمی آقا تو فلان اپیزود شما اومدید اینو گفتید تو اون یکی اینو گفتید کلی هم پیغام دادن الان دیگه عادل فردوسپور خودش سالها زندگی کرده با این داستان دیگه با کلی از این بازیکن ها ارتباط داشته ولی خب همین اغلب اتفاقای افتاده که دلخور شدن ازش فکر کردن که آقا بلد نیست رفاقت کنه ولی این شغل دیگه اونی که میاد تو رسانه و با بازیکن و مدیر و مربی و اینا میتونه رفاقتش رو نگرداره احتمالا این کارش رو خوب انجام نمیده این ورش مشکل داره آه. اینو گفتم یه بار بگم تکتیب خودم رو روشن کنم آره اگه درسته درست بود و کامل, کامل. به نظرم چه خوب بود اصلا با همین تموم میشد برنامه که این نکته در یادها میموند ولی فوتسال هم قرار بود که بگیم که تو بگو محمد که توی ملی فوتسال بدون استفاده از برنج قهرمانی آسیا شد این اول قهرمانی بدون برنج نه قهرمانی پسا برنج که نیست چون کلی دوره قهرمان شده اتفاق خوبی بود چون دوره پیش قهرمان نشدیم نکته جالبش اینه که پنج تیم از این تورنمنت رفتن جام جهانی چهار تاشون تیمای کافان ازبکستان که خودش تازه میزبان جام جهانی هم هست جام جهانی فوتسال شهری شهریور بر برگزار میشه و حالا وقت نیست یه بار هفت یعنی فوتبال و فوتسال ازبکستان پیشرفتش عجیب غریبه <applause> همین هفته رفتن المپیک <applause> تو جام هم که صحبت کردن جلو تیم ملی جوانانمون رو برده بودن تیم امیدشون امید ما رو برد سخت بازی مون جلو تو فوتسال که رفت پنالتی و اینها تاجیکستان اون تیم دوست داشتنی آقای هیواد و جاملت ها اینجا هم تو فوتسال رفتن جام جهانی و افغانستان که با مربیش آقای مجید مرتضایی مربی فرشارهای محشد بود کلی بازیکناشون تو مشهد فوتسال بازی کردن اون گزارشگر معروفشون فیروز مشعوف آره گفتن که غیر از دو نفر غیر از دو تا بازیکن بقیه‌شون تو ایران هستن به دنیا دلده. آمدن و بزرگ شدن آه. فقط دو نفرشون ظاهرا تو ایران نبودن آره و خوشحالی بعد از سودشون جام جهانی جان اون او, او, او معروف صادق بوقی بود بزر. یعنی در این حد انگار آره تیم بودن یه سازوکار عجیبی هم داشت که چون 5 تا تیم بود 4 تا نیمه نهایی به اضافه پنج بازی کردن باید بین 4 چهارم حذف شدن میزبان جام جهانی هم بود و احنا. رسید به نیمه نهایی, نیمه نهایی یه سهمیه رو نگرد اینجوری شگفتی مسابقات که حسب ژاپن تو همون مرحله بودی کره هم گروه بودن است ژاپن و کره تو گروه همین تاجیکستان بودن و قرقیزستان قرقیزستان و تاجیک اومدن بالا ما قرقیزستان رو به ژاپن پنالی فوق العاده حسن زاده آقا عجب باید. پنالتی زد خودی آن حالا آقای شمسایی اگه بهش بر نمیخوره چون یه جوری گفتون ما از این همه از این پنالتی ها میزنن و فکر کنم این جوری گفته رو داره ولی پنالتی عجب غریبی بود خیلی پنالتی چجوری بود مگه یکی پنالتی فعلا. خاصی نه. داد نشون میدم با پام بهت آله نشون میدم الان پاشو اینجوری کرد با پاشنه پاش زد اینور خیلی عجب بود یه فر جهت مخالف داد خلافم که گزارشگر بازی هم نفهمید گفت اومد روپا بزنه ولی خورد بغل پاش آره و, آره. و گودی که دروازه‌بان اون زد تو اون آره. آخرین آره. باقر محمد محمدی توی مسابقات گل بهترین دروازه‌بان جام شد فکر کنم برای اولین بار بهترین دروازه‌بان جام از تیم ما شد چون معمولا همیشه حمله می‌کردیم دروازه‌بان حریف چیز می‌شدن بهترین دروازه‌بان جام می‌شد حتی اون دروازه‌بان‌های معروفی که داشتیم که خیلی ستاره بودن سخت بودن اینا مثلا اینکه نشد حتی اونم نشده بودن اوکی جام بندی کنیم بریم بچه ها که دارن میرن بچه ها دارن رو ترکمون کنن <تص aqui> <يصفيق> تا اوتوبوس ها نرفتن اوتو باید بریم به اوتوبوس ها برسیم هیوا بریم قربونت برم دمتون گرم خسته نباشین بچه ها بچه های اون پاش خسته نباشین ساسان مرسی مهداد مرسی محمد رضا دمت گرم قربونتون برم پرویز که گفتم قضیه شو بقیه ماجرا نداری شیر نداری نه یه یه اون فوشه وسطش گفتی میخوای اونو ب... <تصح> <تصح> میخوای به همون نه به اون قالب <تصح> <کنی؟ تصح> اون قالب کنیم فوش آقا در سال جدید دا کمکاری کم کاری میکنین آره آره هر سری که میسوریم به یکی و آره واقعا کم آره کامیار باشا. شعر داره من نه اصلا دسته این باشه نه انتقاد که رو میشنوم و رسیدگی میکنم تا هفته دیگه نه الان شعر نمیخونم که اون بیت یادتون بمونه خیلی بیت مهمی بود دمتون گرم فکر کنم کمتر از یک هفته طول بکشه که دوباره ببینیمتون چون چند روز دیگه لیگه قربونتون برم خدا